به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بریم سراغ جلسه بعدی مشاوره. دوباره توی کانال ما یک نظرسنجی گذاشته بودیم که بگین خودتون نیازتون چیه و اکثرا حالا تا آخرین موقعی که من نگاه کردم زده بودین فیزیک و ریاضی شیوه مطالعه. یه رو پیش من نگاه کردم دیدم که یهو شده شیوه افزایش تلاش که اونو میذاریم جلسه آینده. یه سری آدم تنبل اونو گرفتم و حالا انشالله جلسه بعدی در موردش با هم دیگه حرف میزنیم. تلاشو میشه زیادش کرد و خب این جلسه بیشتر در مورد شیوه مطالعه ریاضی فیزیک با هم حرف میزنیم، چون من آخرین تایمی که نگاه کردم دیشب بود و امروز صبح در واقع امروز ظهر استعدادو آماده کردم و بریم جلو که ببینیم چجوری میشه خون ریاضی فیزیکو که بتونیم بهتر نتیجه بگیریم. حالا نمیدونم اگه جلسات قبلی شیوه مطالعه رو دیده باشین، روش کار ما به این سبکه که مرحله به مرحله میریم جلو، توی هر مرحله‌ای که باشیم بهتون میگیم که چیکار کنین که بتونیم بهتر و موثرتر یاد بگیریم و سریعتر مرحلتون رو رد کنید و رد کنید. خب جلسه قبلی اینجا رو اگه ممکنه عوض کنیم میشه. جلسه قبلی سری بچه ها خب بعد جلسه بهم پیام دادم و آیدی در واقع کانال رو میخواستن که گویا پیدا نکرده بودم، من این جلسه دیگه آوردمش. این کانال مشاوره ما سبقت مشاوره و فیلم کانالم توی همین در واقع فیلم مشاوره هم تو کانال قرار خواهد گرفت، براتون میذاریمش اگه دوست داشتین بعدا استفاده کنین. و حالا یکم شاید کامل ترش رو من پی دی اف همین جلسات رو هم میذارم توی کانال. بریم جلو بچه‌ها. مراحل یادگیری اینو احتمالا خیلی شنیده باشین از من، اینا رو به ترتیب میخوایم با هم دیگه بریم جلو. من ریاضی رو چجوری مرحله ادراکش رو پیش برم، چجوری تثبیت بشه تو ذهنم، چجوری مسلط بشم، بچه چه شکلی جمع‌بندی کنم و چجوری مرور کنم. از ریاضی شروع میکنیم. ریاضی و فیزیک تقریبا به هم شبیه هم. ریاضی رو که تموم کردیم تمام مواردی که توی ریاضی بهتون میگم توی فیزیک هم هست، ولی یک سری موارد اضافه تری هم فیزیک برای خودش داره که در انتها اونا رو هم با هم دیگه مرور میکنیم. بریم اول ریاضی مرحله ادراک. اولین خب قدممون اینه که منبع اولمون رو انتخاب کنیم، یعنی اولین منبعی که من میخوام ازش یاد بگیرم، اولین قدم، یعنی وقتی که هیچ دیدی نسبت به این درس ندارم و اولین باری که میخوام بخونم چجوری یاد بگیرم، از چه منبعی. بعضی بچه‌ها خب دبیر دارن که دبیر میتونه دبیر مدرسه باشه، دبیر خصوصی باشه، کلاسای وی آی پی باشه. بعضی بچه‌ها از درسنامه کتاب‌ها استفاده میکنن، بعضی بچه‌ها از فیلم آموزشی استفاده میکنن، بعضی هم از کلاسای آنلاین. هر کدوم از اینا رو با هم دیگه میریم جلو که ببینیم کدوم یکی برای کدوم دسته از بچه‌ها مناسب‌تره. خب بریم اول دبیر. اول اینکه مزایای معیارش رو بگیم. مزایای داشتن دبیر چیه؟ یکی اینکه سرعت میبخش مرحله ادراکتون. بچه‌ها مخصوصا تو درسایی که منطقی تر و ادراکی ترن، مثل حالا بعضا عربی، ریاضی، فیزیک، مسائل محاسبات شیمی، بعضی از فصلهای زیست شناسی یه شکلی هن که اگه دبیر داشته باشین خیلی سرعتتون رو بیشتر میکنه توی یادگیری. اینجوری نیست که اگه نداشته باشین خودتون نتونین یاد بگیرین، ولی اگه خودتون شاید مثلا نیاز باشه 10 ساعت تایم بذارین تا یک مبحث رو کامل یاد بگیرین، همون 10 ساعت با داشتن دبیر تبدیل به 2 ساعت میشه. و خب زمان هم سال کنکور خودتون میدونین که خیلی مهمه. پس سرعت میبخشه، امکان رفع اشکال وجود داره نسبت به بقیه منابع، چکیده منابع کنکور در جزوات دبیرها اکثرا وجود داره، یعنی حداقل دبیرای مطرح هر کسی که من میشناسم توی جزواتشون چکیده تستای حساسای کنکور، تستای سنجش، تستای آزمون‌های معتبر وجود داره. جهت دادن به دانش آموز اگه داشته باشین خب میتونه یک جهتی بهتون بده به چه شکلی درس بخونید و چجوری برین جلو، و خب خیلی میتونه دید بهتری بهتون بده. اکثر بچه‌ها اصلا شیوه مطالعه بلد نیستن، یک دبیر خیلی خوب دارن بهشون درس میده، همون درس رو تست میزنن و رتبه هم میارن. پس خیلی میتونه کمک کننده باشه. و اهرم فشاری یکی از مهمترین قسمت‌هاش برای بچه‌هایی که یکم از نظر تلاشی یا از نظر در واقع انگیزه پایین‌ترن، این که خب یه نفر همش آزمون بگیره، امتحان بگیره، سر کلاس بپرسه. البته اگه خب دبیرتون اهل این کارا باشه خیلی میتونه کمک کننده باشه. معایبش اینه که احتمال کنسلی کلاس‌ها، این خب یکی از چیزایی که دارم میگم طبق تجربه است بچه‌ها، این که
خب بعضی دبیرها هستن که خیلی کلاساشون کنسل میشه و یه چیزی کاملا طبیعیه، ما همه انسانی، ممکنه کاری پیش بیاد چه برای دانش آموز و چه برای دبیر، اون ساعت نتونن جلسه رو تشکیل بدن و وجود کنسلی خب برنامه‌تون رو یه کاری میکنه که خب به هم میریزه و حتی ممکنه عقب. احتمال ناهماهنگی برنامه استاد مربوطه با آزمون‌ها مخصوصا برای در واقع بچه‌ای که با مدرسه پیش میرن احتمالش خیلی بیشتره که دانش آموز مثلا داره با برنامه کانون پیش میره و معلمش داره با برنامه گزینه دو پیش میره، یا برعکس، یعنی اصلا داره با برنامه خودش پیش میره و این ناهماهنگی بعضا یک سری مشکلات به وجود میاره. هزینه بیشتر هم که خب یه چیز مشخصیه، اما اینکه چیکار کنم سر کلاس، چجوری دبیرم اول انتخاب کنم، بعدش این سراغ اینکه سر کلاس چجوری عمل کنم که بتونم بازدهی بیشتری داشته باشم. اولی مورد اینکه اعتماد کامل داشته باشیم، یعنی اینکه دبیر رو انتخاب کنید همینجوری از فلان دبیر خوشم اومده میرم سر کلاسش، نه، اعتماد کامل داشته باشیم. بچه‌ها اعتمادتون اگه کامل نباشه که این دبیر منو به کنکور میرسونه، به شدت روی روحیه‌تون، روی یادگیریتون مؤثره و باعث میشه که متاسفانه بچه‌هایی که به این شکل باشه خیلی نمیتونن نتیجه بگیرن حتی با بهترین دبیر. پس اعتماد داشته باشین، برنامه تدریس مشخص و متناسب با برنامه تدریس مشخص متناسب با برنامه شخصی باشه. یعنی چی؟ یعنی که تدریس دبیر رو بدونم یا بهم گفته باشه که طرح درسش مشخص باشه، چجوری میخواد پیش بره، تا آخر تابستون چه درسایی رو میخواد بگه، تا آخر پایه چه درسایی رو میخواد بگه، تا کی میخواد به قول بچه ها تموم کنه و به چه شکلی میخواد با هم کار کنه. این خیلی مهمه و مهمتر این که باید متناسب با برنامه شخصی دانش آموز باشه. بعضی دبیرها هستن مثلا فرض کنید یک درس خاصی رو کلا روی پایه تمرکز میکنن و مثلا تا اواسط سال روی پایه دارن کار میکنن. خیلی شاید درست باشه برای بعضی از درس‌های دانش آموز خاصی، ممکنه که پایش کاملا قوی باشه و نیازی اصلا به پایه نداشته باشه و خب تا اواسط سال عملا دوازدهمش میمونه. یا بعضی دبیرها هستن که خب از همین الان دوازدهمو شروع میکنن پایه رو، حالا یا میگن خودتون بخونین یا اینکه یکم میگذره تازه شروع میکنن پایه رو شروع کردن و برای بچه‌هایی که پایه رو یکم لنگ میزنن و خیلی ضعیف باشن معمولا خب ضربه میخورن. پس سعی کنین که دبیری که انتخاب میکنین برنامهش متناسب با برنامه شما باشه. تدریس از مرحله ادراک نه از مرحله بعدی. یعنی چی؟ یعنی که مرحله که گفتیم بچه‌ها، اگه بار اولیه که میخوان یک درسی رو سر کلاسش برین، دبیری رو برین سر کلاسش که از 0 تا 100 داره درس میده یا از 0 حداقل تا 70 داره درس میده، شروعش از 0ه. یعنی که ته ذهنش این نیست که شما خودتون یک سری مباحث رو بلدین، سر کلاس بهتون درس داده شده، خوندین، حالا من یک سری مباحث تکمیلی بهتون میگم. خب دانش آموز هیچی بلد نباشه میره سر کلاس و عملا زده میشه از اون درس، چون هیچی بلد نیست، هیچی یاد نمیگیره، احساس تغییر شدن بهش دست میده و رشدی هم اینجا ایجاد نمیشه. پس سعی کنید که اگه میخواین دبیر رو انتخاب کنین، اگه شما توی این مرحله صفرین ادراک میشین 40%، اگه توی مرحله 0%ین دبیری باشه که از اینجا باهاتون شروع کنه، نه از اینجا خب، نه مثلا از اینجا تازه شروع کنه، از همون اول مثلا تکنیکای تستی ریاضی رو بهتون بگه. خب اشتباه دیگه، شما تا زمانی که درس رو یاد نگیرین، مفهومش یاد نگیرین، تکنیک به درتون نمیخوره، چون نمیتونین استفاده کنین ازش، نمیفهمین توی کدوم تست باید از کدوم تکنیک استفاده کنین، مخصوصا تو آزمونای جنبندی. ارتباط گرفتن بسیار مهم است. یعنی اینکه خب یک دبیری خیلی خوبه، تمام شرایطی که گفتیم و داره، من به شخصه باش ارتباط نمیگیرم، خب خیلی اجباری نیست که حتما با همون دبیری که ارتباط نمیگیریم بریم جلو، چون اگه ارتباط نگیریم خب باز مشکلات خودش پیش میاد و فرکانس شما و فرکانس اون استادی که میخوایم باهاش پیش بریم اصولا باید همخوانی با هم دیگه داشته باشن. یعنی ممکنه که یک دبیری خب بهترین دبیر هم باشه و مثلا از 100% بچه‌ها 10%، 5% باهاش ارتباط نگیرن. من ارتباط گرفتم چیزی نیست که بگم مشکل از شماست یا مشکل، چیزی که خب هست دیگه، ما آدما با شیوه بیان‌های مختلف، با دیدگاه‌های مختلف و با ذهن‌های مختلف انواعش در واقع تیپ شخصیت‌های مختلف داریم و دبیر هم به همین شکل بهترینه که یک همخوانی وجود داشته باشه. تشکیل کلاس‌ها منظم و کمترین کنسلی، خب این خیلی مهمه، اگه دبیر خواستیم بگیرین کنسلیش کم باشه. حالا از بچه‌های سال قبل میتونیم بگیم که چه جوری بوده کلاس‌ها منظم تشکیل می‌شده یا اینکه خیلی کنسل میشده کلاس. کلاسایی که دبیرایی که خیلی کلاس کنسل میکنن عملا برنامه دانش آموز به هم میریزن و این خیلی مهمه که مد نظر داشته باشین. کسی چیزی نوشته؟
نظام قدیم با جدید فرق کرده؟ نظام قدیم با جدید منظورتون کنکور 1400 با 1401 یا نظام قدید با جدیده؟ که خب مشخصا هر دو فرق کرده دیگه. حالا منابعی که ما نگاه کردیم حد برای حالا 1401 حداقل زیستشناسی خیلی تغییرات داشته. حالا من دبیر رو انتخاب کردم، مزایای معیبش هم فهمیدم، میرم سر کلاس میشینم، چی کار کنم که بازدهی خوبی داشته باشم، بتونم از کلاس استفاده کنم؟ اول اینکه با سوال باشیم نه با نظر. یعنی چی بچه؟ کسی میتونه اینو بگه؟ یعنی چی با سوال باشیم نه با نظر؟ کم شده مباحث درس به درس متفاوته، ولی به صورت کلی میشه گفت که کم شده، مخصوصا کنکور امسال. کنکور 1401 نسبت به 1400 یک سری از منابع خوب یه تغییراتی داشته و یکم کم شده. از نظر حجمی میشه گفت که تو اکثر درس ها، نه تمام درس ها، کم شده، ولی اگه بخوام کلی نگاه کنیم از بالا، بله کم شده. ولی خب مثلا برای بعضی از درس ها مثل زیست شناسی یک سری از فصل ها برداشته شده، یک سری از فصل ها خب یکم سنگین تر شده، یا زبان تعداد لغات بیشتر شده، ولی خب به صورت کلی یکم مباحث کمتر و در واقع یکم جزئی تر وارد شده کتاب درسی. ولی خب از اون ور کنکور دیدیم که توی 2 سال اخیر خیلی سخت تر گرفتن نسبت به قبل. خب تغییرات کتاب درسی میگیم حالا، ولی خب امروز جلسه شیوه مطالعه است، حالا اونو تو خودش احتمالا توی ویس 5 دقیقه بشه جمعش کرد. خب سوال بپرسیم بچه ها. با سوال باشیم نه با نظر منظورم اینه، یه دانش آموزی هست میره سر کلاس، انواع سوالات مختلف تو ذهنش هست که توی ریاضی مثلا من این مبحث رو چیکارش کنم، مثلا تابع مثلثاتی رو چجوری باید بخونم، چجوری باید تست بزنم، فلان تست تیپ تستی رو خیلی وقت ما میگیره چیکار کنم، یا سر کلاس سعی کنم که ذهنم همش پویا باشه تا اینکه با این نظر برم که این دبیر خوب خوبه، بعد فلانی خوب گفته در موردش، فلانی بد گفته در موردش، تماما در مورد در واقع دبیرم، در مورد جلسه، در مورد کلاسم دارم ذهنم دارم فکر میکنم و ذهنم همش درگیره اینه و عملا از کلاس چیزی نمیفهمم. سعی کنین که بیشتر سر کلاس ذهنتون رو تشنه نگه دارین، تشنه سوال باشین، سعی کنین تا جایی که میتونین سوال بپرسین. حالا بعضی وقتا هست که خب دبیر میگه که آخر جلسه اگه سوالی مون بپرسین، مثلا همین جلسه من همین ازتون میخوام، چون خیلی احتمالاً سوال الان تو ذهنتون باشه همشون، یا حداقل 80 90 درصدشون تا آخر جلسه پاسخ داده میشه. اگه سوالی به ذهنتون رسید یادداشت کنید، آخر جلسه دوباره با هم دیگه مرورشون میکنیم. خب اگر تعداد همکلاسی هایتون زیاد است، این خیلی پیش میاد، دانش آموز میره سر کلاس 30 نفری، بعد احساس میکنه که خب دبیر 30 نفر هستن دیگه، بعد میره ته کلاس میشینه خیلی هم گوش نمیده، کار دیگه هم نمیکنه. خب اگه میخواین تمرکزتون سر کلاس زیاد باشه، تمام هم کلاسیاتون رو ایگنور کنید، حس کنید که وجود ندارن و دبیرتون فقط و فقط داره برای شما درس میده. پس فکر کنید که استاد فقط برای شما درس میده، تمرکزتون خیلی زیاد میشه بچه ها. اینو تا جایی که میتونید تمرین کنید و یاد بگیرین و به شدت موثره. اگه سوالات را می نویسن، بعضی دبیرها هستن که مثل من پاورپوینت نمیارن، میان سر کلاس پای تخته می نویسن سوالو. اگه یک همچین شرایطی وجود داره، یا مثلا روی برگه بچه هایی که دبیر خصوصی دارن، همونجا سوالو طراحی میکنه و می نویسه. همون لحظه که شروع کرد به نوشتن سوال، شروع فکر کردن در موردش، صبر نکنید تا آخر، چون ممکنه که فرصتی که میده برای فکر کردن به جواب دادن به سوال یکم کم باشه، و سعی کنید از همون لحظه‌ای که شروع میکنن شروع کنید به فکر کردن به حل سوال، و خب احتمال اینکه بتونید زودتر از بقیه جواب بدین باز بالاتر میره و حستون خیلی مثبت‌تر میشه. پس همزمان با نوشتن دبیر شروع کنید به فکر کردن. خب اینو متوجه شدین؟ بچه‌ای که متوجه شدن یک بفرستن. خب گفتن که میکروفون نزدیکتر کنیم، باشه چشم، من نزدیکترش میکنم و سعی میکنم که بلندتر حرف بزنم. از جواب دادن یا پرسیدن نترسید بچه‌هایی که صدامو نمیشنن، از هندفری استفاده کنین، صدا یکم بهتر میاد. یعنی چی؟ یعنی بعضی بچه ها هستن میرن سر کلاس از این میترسن که سوالشون خب سوال درستی نباشه، بعد سوالشون خب ممکنه که بقیه بچه ها بهشون بخندن، دبیر بهشون بخنده، این سری دیدگاه ها رو نداشته باشین، فوقش بهتون میخندن، ولی یاد میگیرین. بچه ها یه چیزی بهتون بگم، سر کلاس برین سوال بپرسین، خب و سوالتون هر چقدر ساده باشه،
و یا جوابتون هر چقدر اشتباه باشه، جواب اون سوال یا اون جواب اشتباهی که دادین اون نکته رو خیلی بهتر یاد میگیرین. خب و احتمالا اگه مثلا بقیه مباحث یک ماه تو ذهنتون میمونه، اینجور موارد تا یکی دو سال تو ذهن آدم حداقل میمونه که من سر کلاس حضور باشم، وقتی معلمم یا دبیرم یا استادم یه سوالی میپرسه جواب بدم. همون جوابی که میدم حتی اگه اشتباه باشه اون جواب صحیح بهتر تو ذهنم میشینه. حتما جواب بدین و حتما سوال بپرسین. خسته، گشنه، خوابالود سر کلاس نرین. آره نمیدونم چند نفر الان تو این شرایط هستن دیگه، اینجوری نشه که قبل کلاس بعضی پسرا میرن مثلا باشگاه بدنسازی، تازه میرن سر کلاس میشینن، یا شب نمیخوابن درس میخونن بعد صبح خوابالود میرن سر کلاس، یا صبح اصلا صبحونه نمیخورن میرن سر کلاس. اینجوری برین سر کلاس عملا بازدهیتون بچه ها به شدت پایین میاد. یعنی عملا میتونم بگم یک سوم، یک چهارم، حتی تا یک دهم دیده شده که بچه ها اصلا بازدهی ندارن سر کلاس. پس حتما سعی کنید با یک ذهن آماده برین سر کلاس. مورد بعدی، منبع بعدی، کتاب کمک درسیه. مزایاش اینه که راحت تر بودن برنامه ریزی دیگه. برنامه ای که میتونم برنامهش دست خودمه دیگه، خواستم نصف شب میخونم، خواستم اول صبح میخونم، خواستم ظهر میخونم. بچه هایی که یکم پایشون قوی تره و ذره هوشیشون نسبتا بالاتره یکم سریع تر یاد میگیرن، چون سر کلاس مثلا ممکن معلم یک ساعت و نیم دو ساعتی چیزی رو درس میده و خب این دانش آموز شاید خودش بتونه توی یه ربع ده دقیقه این درس رو یاد بگیره، یا اینکه مثلا قبلا اصلا خونده و خب سر کلاس عملا وقتش گرفته میشه، ولی خب اگه بخواد از رو کتاب بخونه شاید سریع تر بتونه یاد بگیره. تقریبا 1% یا کمتر از 1% بچه ها به این شکل هستن. امکان مطالعه چند باره خب کمک میکنه بهتون، نیاز به ولی معایبش چیاست؟ این که زمان بچه‌هایی که یکم پایشون ضعیف تره یا یکم نیاز به در واقع این دارن که یک نفر دیدگاه بهشون القا کنه، اگه بخوان سر کلاس دوید بشینن یک درسی رو مثلا دو ساعته بهشون درسی خودشون بخوان بخونن، برعکس بچه های قوی ممکنه که اون دو ساعت تبدیل به 10 ساعت بشه، مخصوصا برای درسایی که دیدگاه دید خاصی در موردش ندارین. ممکنه درس دانش آموز متفاوت باشه، ممکنه یکی باشه توی ریاضی خیلی سریع یاد بگیر اصلا نیازی به دبیر نداشته باشه، ولی همون شخص توی زیست شناسی اینجوری نباشه و ریسک بالای عدم فهم مطالب خیلی ریسک بالایی داره. بچه‌ها اگه میخواین انجام بدین یکی دو هفته بیشتر امتحانش نکنید. اگه میخواین با در واقع کتاب کمک آموزشی برین جلو، شروع که کردین به خوندن اگه نتیجه نگرفتین، اگه توی آزمون گرفتین از خودتون و توی اون آزمون درصد بالای 50 نتونستین بزنین، 50-60 نتونستین بزنین بعد زدن تستاش، بدونین که خب خودتون خودخوان نیستین خیلی، باید حتما یک دبیری باشه که سریعتر پیش برین و روتون بندازه. و عدم رفع اشکال خب چیزی که توی کتاب انجام نمیشه. اما اگه خب حالا با تمام این شرایط بخوام انتخاب کنم، ریاضی فیزیک هم بد نبوده، تو کنکور بالا زدم. بچه که نظام قدیم بودن فقط فصل نوسان توی فیزیک فصل 3 12 تغییراتی که داشته، خب تغییرات یعنی که کل فرمول اصلا عوض شده، ولی به صورت کلی ریاضی فیزیکتون خیلی مشکل نخواهد داشت، چون ریاضی فیزیک نظام جدید نسبتاً از نظر حجم مباحث و از نظر نی مباحث ساده تر شده. خیلی ریز جزئی چیزایی ممکنه بهش اضافه شده باشه، ولی از اون ور مثلا اگه یک واحد بهش اضافه شده 5 واحد ازش برداشته شده جاهای دیگه، حداقل قسمت‌های سنگین‌ترش بسیار سخت‌تری میدن چون خب رقابته. بالاخره سوال پرسیدن که 10 و 11 خوب یاد نگرفتم، اصلا یاد نگرفتم چی کار کنم. ریاضی و فیزیکتون فرق میکنه، میرسیم بهش فعلا تو مرحله ادراک. بچه ها این سوال مرحله ادراک جواب داده میشه. خب انتخاب کتاب و درسنامه که گفتیم اعتماد تو همه موارد هست، شفاف و ساده توضیح داده باشه، اینجوری نباشه که خب بعضی منابع هستن کلی مبحث اومده مثلا توی نصف صفحه گفته، برای به دانش آموزی خوبه که خودش سر کلاس یاد گرفته. اگه از صفر میخواین یاد بگیریم بهترینه که یکم شفاف و ساده‌تر توضیح داده باشه، در حد امکان کامل باشه، توضیحاتش بیش از حد دیگه خسته کننده نباشه. بعضی کتابا هستن مثلا کتاب درسی 2 خط آورده یا 1 صفحه آورده، 10 صفحه توضیح آوردن، 10 صفحه توضیحشون هم جوریه که خیلی روون و ساده بشه خوندهش، یه جوریه که خب این 10 صفحهش اندازه شاید یکی 2 ساعت وقت میگیره از دانش آموز. انتخاب بین 2 دسته منابع منطقی و بستری. بچه‌ها ذهن‌ها 2 دسته است، ذهن‌های شما 2 دسته است، بعضیاتون ذهنتون منطقیه، بعضیاتون ذهنتون بصریه، که خب میتونم بگم تفاوت رو اگه خواستین تفاوت رو کامل تر بفهمین میشه گفت تقریبا تفاوت بین منابع خیلی سبز و گاج.
بعضی بچه ها با منابع گاش خیلی ارتباط میگیرن، بعضی بچه ها با منابع خیلی سبز، که خب خیلی سبز منابعش بستری کرد، یعنی یه جوریه که یا مثلا مبتکران یه شکلیه که خب شکل آورده، کاریکاتور آورده، یه کاری کرده که دانش آموز به صورت بصری با دیدگاه با چیزی که میبینه یاد میگیره، ولی خب گاش اکثرا منابعش منطقی تره و یا فرمول آورده یا توضیحاتی آورده که بچههایی که ذهن منطقی تری دارن بهتر یاد میگیرن. پس اگه خواستین انتخاب کنید به این نگاه نکنید فلان رتبه برتر چی، به این نگاه کنید خودتون ذهنتون کدوم یکی کدوم سمتیه با کدوم بهتر ارتباط میگیرین. خب اما که چجوری بخونم سوالای آموزشی، چون من دارم درسنامه میخونم، قبل از نگاه کردن به حل درسنامه خودتون حتما حل کنین، یعنی قبل از اینکه بخواین جوابشو ببینید احتمال جاهای مختلف اینو شنیده باشین و به شدت مهمه بچه ها. درسنامه رو که خوندین یک جواب یک سوال احتمالا بعدش داره دیگه، تست آموزشی. تست آموزشی رو نتونستین حل کنین دوباره درسنامه بالاییشو بخونین، پاسخش رو تا جایی که میتونین نگاه نکنین، مگر اینکه دیگه خیلی مجبور بشین و خیلی دیگه زمان بگذره. نفهمیده حتی یک خط رد نکنین، یعنی جوری نباشه که 50 60 درصد مطالب رو بفهمین 50 60 درصد نفهمیدم دیگه بجنگین برای فهمیدن. بچه ها درسنامه خیلی مهمه، اگرم نفهمیدین هر کاری کردین بپرسین از استاد، از همکلاسیاتون، از این ور از اون ور، و سعی کنین که نهایتا جواب به دست بیارین. همزمان برای خودتون بنویسین کاغذ قلم، مخصوصا برای ریاضی بچه ها به شدت مهمه، کاغذ یه دونه کاغذ قلم بغلتون باشه، همزمان که دارین میخونین چیزایی که داره میگه رو همزمان برای خودتون بنویسین. حالا اگه سوالی هست حلش کنین، اگه توضیحی داده برای خودتون دوباره توضیح بدین، یه جوری باشه که همزمان که دارین یاد میگیرین همزمان خلقش هم بکنین هم چیزی که روی کاغذ هست. ولی خب اونقدر نباشه که همش بنویسین و خیلی وقتتون رو بگیره، در حدی که خودتون متوجه میشین دیگه. مثلا تستو که دیدین سعی کنید حل کنید رو کاغذ، یا اگه چیزی رو مثلا احساس کردین یکم سنگین بود براتون دوباره برای خودتون توضیح بدین که مطمئن بشین که جا افتاده براتون. درسنامه ها رو جعبه‌ای بخونید نه گله‌ای، خیلی مهمه. خیلی بچه‌ها اینجوری میرن جلو، یکی از بزرگترین اشتباهات شماست. مثلا یک فصل خاصی، مثلا فرض کنید 5 تا درسنامه داره، دانش آموز میره 5 تا درسنامه رو تا ته میخونه، تازه شروع میکنه از اولین درسنامه تست زدن، و یکی از بزرگترین اشتباهات شماست و عمرن اینجوری نتیجه نمیگیریم، مگه بعضی از فصلهای خاص که اونم مشاورتون بهتون خواهد گفت. به هیچ عنوان اینجوری نخونین، هر درسنامه ای که خوندین حتما همون لحظه برین تستای همون درسنامه رو حل کنین، و اینجوری نباشه که درسنامه تازه از اول تست. خیلی اشتباهه، فصلی نرین جلو بچه‌ها. و در مکان و زمانی درسنامه رو بخونید که تمرکز کامل و کافی داشته باشین، اینجوری نباشه که کلاس آنلاین دارین مدرسه، بعضی بچه‌ها میگن خب با فلان دبیر مدرسه ارتباط نمیگیرم، حضور غیابم میکنه، مجبورم برم سر کلاسش، ولی همزمان با کلاس یه کار دیگه میکنم. یا مثلا رفتین چه میدونم نوبت دامپزشکی دارین، با خودتون کتاب میبرین تا زمانی که تایمتون میرسه یک درسی میخونین، یا به هر طریقی تو مسیرین، توی این جور تایما بچه‌ها سعی کنین درسایی رو بخونین که خوندن هر قسمتش حد اکثر دیگه یک دقیقه بیشتر وقتتون رو نگیره. مثلا لغت و املا، مثلا لغات زبان، مثلا تاریخ ادبیات، این چیزایی که مثلا آیات و احادیث دین و زندگی، این چیزایی که خب بشه توی یک دقیقه، مثلا توی یک چند ثانیه هم شاید بشه لغت ادبیات رو یاد گرفت، ولی خب خوندن یک درسنامه ریاضی حداقل نیم ساعت تا بعضن تا یکی دو ساعت طول میکشه تا اینکه شما یاد بگیرین، و پشت سر هم باید تمرکز کامل داشته باشین، و اگه بخواین سر کلاس باشین یا همچین جایی باشین 2 دقیقه میخونید تمرکزتون به هم میریزه، دوباره 2 دقیقه میخونید تمرکز به هم میریزه و یاد نمیگیرین. خب فیلم های آموزشی آنلاین گفتیم، خب 3 قسمت شد دیگه، دبیر، کتاب یا درسنامه و فیلم های آموزشی. مزایاش چیه؟ راحت تر بودن برنامه ریزی مثل کتاب، امکان مطالعه چند باره، میتونید چند بار فیلمش رو ببینید، البته خب خیلی پیشنهادش نمی کنیم، تا جایی که ممکنه همون بار اول یه جوری ببینید که انگاری که قرار نیستی که ببینیدش، که تمرکزتون کامل و کافی باشه. به شدت وقت گیر بودن اکثر منابع جز بزرگترین ایپ های اینجور منابع، مثلا برای شیمی مثلا 12 داریم دبیری که 100 ساعت درس داده. خب بچه‌ها 100 ساعت اگه بخواید شما بشین فیلم ببینید عملا به تست زدن نمیرسید، و عملا باید بذارین کنکور سال بعدتون، و تا جایی که میتونین از منابع استفاده کنین هستن، البته منابعی که تو تایم کمتر درس دادن، این جزء معایب اکثر منابع، در واقع اکثر منابع آموزشی فیلمیه، سعی کنید که از منابع استفاده کنین که سریعتر پیش میرن، و معمولا عدم رفع اشکال، معمولا نوشتم چون بعضیاشون رفع اشکال دارن، گروه رفع اشکال. خب
چجوری انتخاب کنم که مثل بقیه. سرعت تدریس گفتم بسیار مهمه، ممکن یک دبیری بهترین دبیر کنکور باشه ولی خب مثلا یک فصل خاص هم میاد تو 40 44 5 ساعت درس میده. خب 44 5 ساعت اگه بخواید تایم بذارید تمام تایم اون درستونه و عملا به تست نمیرسین، به اینکه خودتون بخواید بخونید نمیرسین و هر جلسه کلاسی که شما داشته باشین باید حداقل یکی دو برابرش رو تایم بذارین که تست بزنید و اون مبحث رو خودتون برای خودتون حلاجیش کنید. دیدگاه دانش آموزای سال قبل رو بدون دلیل نپذیرین. یکی میگه فلان دبیر به درد نمیخوره، فلان مؤسسه فلان دبیر اصلا خوب نیست. چرا خوب نیست؟ خب ممکنه خب دلیلش منطقی باشه، ممکنه هم نباشه، ممکنه اصلا دلیلی که اون دانش آموز برای خودش عنوان میکنه برای شما اصلا چیزی باشه که باعث انتخابتون بشه. مثلا یک دبیر خاصی هست خیلی پر انرژی میاد سر کلاس و خیلی سعی میکنه که انرژی وارد کنه به بچه‌ها، دانش آموز خاصی هست میگه نه من اینجوری دوست ندارم و دوست دارم که بیاد و مثل دانشگاه که مثلا حالا یه حالتی که فقط درس رو بده و سریعتر پیش بره. یکی دیگه هست میگه نه من میخوام که انرژی داشته باشه چون این درس رو اصلا باهاش ارتباط نمیگیرم، نیاز دارم که یک نفر یک علاقه درون من ایجاد کنه. پس اگه میخوام بین دبیرهای مختلف انتخاب کنین خیلی به اینکه بچهای سال قبل چی میگن مگه اینکه با دلیل، اگه نه که خیلی نپذیرین ازشون، چون ممکنه که خب همون استدلالی که باعث میشه که اون دانش آموز اون دبیر براش خوب نیست با همون استعداد برای شما شاید دبیر مناسبی باشه. خب اما فیلم آموزش کلاس آنلاین چی کار کنم؟ برای شرکت به صورت آفلاین یا آنلاین نظر مشاورتون رو بپرسین. بر شخص به شخص، دبیر به دبیر و دانش آموز به دانش آموز متفاوته. بعضی دانش آموزا هستن کلاس آنلاین شرکت نمی‌کنن، بعد آفلاین انقدر پشت گوش میندازن دیگه تایمش میگذره. بعضی دانش آموزا هستن که سر کلاس آفلاین خیلی لفتش میدن، اگه مثلا کلاس آنلاین 1 ساعت طول میکشه آفلاین مثلا 4 ساعته میبینن. اینا رو معمولا ما اجبارش میکنیم آنلاین ببینن که مجبور بشن که سر همون تایم 1 ساعتش یاد بگیرن. بعضی دانش آموزا هستن تو 1 ساعت اصلا یاد نمیگیرن، مجبورن که چندین باره ببینن برای خودشون. پس چون مشاور شما رو بهتر میشناسه یا حداقل خودتون نسبت به خودتون دید بهتری دارین، انتخاب با خودتون باشه. حتی شاید میتونم بگم دبیر به دبیر فرق کنه. در کلاس‌های آفلاین اگه تستی مطرح شد برای ریاضی بچه‌ها، قبل از حل تست توسط استاد مربوط خودتون حل کنین. مخصوصا آفلاین میتونین نگه دارین فیلمو خودتون حلش کنین و اگه نتونستین بعد بزنین. خب این چیزی که مثل همون درسنامه ها، بالا بردن سرعت فیلم لزوماً به معنی یادگیری سریع شما نیست. بعضی بچه‌ها هستن سرعت رو میزنن رو 2x 3x 4x میبینن و میگن خب من دیدم یادم گرفتم، بعد سوال از همون جلسه ازشون میپرسی هیچ چی نمیتونن و هیچ چی نفهمیدن، عملا صرفا همون لحظه احساس کردن که فهمیدن. بچه‌ها اگرم میخواین سرعت رو زیاد کنید برای خودتون یک سری معیارهایی داشته باشید، مثلا بلافاصله بعد فیلم از خودتون آزمون بگیرین، همون تستا رو سعی کنید خودتون حل کنین، یک سری در واقع معیارهایی داشته باشید ببینید اصلا فهمیدین درسو، اگه با سرعت دو برابر دیدین یا اگه لازمه مثلا با سرعت کمتر ببینیدش. صرف این که سرعت رو زیاد کردین و سر کلاسش سرعتی فهمیدین چی گفتن، یعنی که احساس کردین که فهمیدین، لزوما دلیل نمیشه که بگم کامل یاد گرفته باشین. و سعی کنید که خب اینو خیلی البته خب میشه گفت یکم شاید براتون سنگین باشه ولی یک معیاری برای خودتون بذارین. همون مثلا لحظه اگه تستو حل کرد، مثلا اگه سرعت 2x حل کرد، یه لحظه پاس کنین ببینید خودتون میتونین حل کنین. اگه تونستین که خب فبر مراد، ولی اگه نتونستین نشون میده که شما صرفا دارین یه چیزی رو نگاه میکنین. خب فکر کنم تعدادی سوال پرسیده شد، اول سوال رو جواب بدیم بعد بریم ادامه. گفتن که مهر ماه جامع ریاضی چطوره؟ توصیه میشه، کتاب خیلی خوبیه به خاطر سری ویژگی ها داره تو خودش، درسنامه هاش نسبتاً کامل و جامع و خوبه، تست آموزشیش خوبه و یک ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که تست رو ساعت بندی کرده، خلاصه‌های آخرش خیلی فوق‌العاده است. یکم فقط پاسخنامه‌اش ضعیف، یکم پاسخنامه‌اش ضعیف، باید سعی کنید از جوابایی که خودتون میدین یا از تکنیکایی که دبیراتون میگن استفاده کنید. آزمون فقط آزمونای جامعه کانون رو ثبت نام کنیم مشکلی پیش نمیاد؟ چرا مشکل پیش میاد بچه؟ تو آزمون کامل براتون توضیح میدم. نه اصلا این دیدگاه رو نمیپسندم و به شدت مشکل داره، مگه اینکه بخواید خودتون آزمونا رو حالا از نظر هزینه مشکل داشته باشین و تو خونه آزمونا رو از خودتون بگیرین. اگه ولی فقط بخواید آزمونا رو همونا رو شرکت کنید و همون آزمونا رو بدین، چرا مشکل پیش میاد؟
خیلی سبز جامع هم خوبه، خیلی سبز جامع هم هستن کسایی که درصد خیلی بالا هم دارن میزنن باهاش، یه کوچولو فقط این که شاید پاسخنامه‌اش خیلی قوی تر از مهر ماه، این فقط میتونم اینو بگم بهتون. هر دو تاشون کتابه خوبی هن و بستگی به دیدگاه خودتون داره، کدوم خودتون بهتر ارتباط گرفتین همون بهتره. خب منبع رو انتخاب کردم، خب فهمیدم حالا یا سر کلاس یا درسنامه یا کلاس یا فیلم آنلاین. اگه سر کلاس مدرسه بودم که ممکن خب بعدش کلاس دیگه داشته باشم و فرصت نداشته باشم همون لحظه برم تست بزنم، برای اینجور مواقع حداقل 24 ساعت، کمتر از 24 ساعت، حد اکثر ببخشید کمتر از 24 ساعت، ولی اگه خب از رو کتاب تست یا از رو فیلم همون لحظه شروع کنین تستا رو زدن. اما چجوری حالا تست بزنیم؟ منبعی که تستا رو به صورت ساعت بندی شده داشته باشه بهترین منبع برای ریاضی. چرا؟ چون شما هنوز ذهنتون آماده نیست و یهو برین سراغ تست سخت ممکنه که زده بشین. کتابی که تستاش ساعت بندی شده باشه میتونین اول خب تستای ساده تر رو میزنید، یکم جا میفته براتون، یکم راه میفتین، تستای متوسط و میرین سراغ تستای سخت، به شرط اینکه تا آخرین تستو بزنین. اینجوری نباشه که اگه کتاب خاصی مثلا گفتی تستای سطح بالا، حالا بعضی میگن 85% تا صد، بعضی میگن یک قدم تا صد، بعضی میگن یک گام فراتر، یک قدم بالاتر، انواع اسمای مختلف داره، اینا رو بچه ها نمیزنن، میگن خب این تستا برای مثلا 80% بالا، در صورتی که همون تستاست که میاد برای توی آزمون قرار میگیره و اگه اونا رو نزنین عملا زیر 20%ین. خب تستای قبلیش صرفا آماده شدن برای اصل کاری، اصل کاری شما تستای اصلی تو. تستا به ترتیب و نه مزربی. بچه ها مزربی زدن، تستای فرد رو بزنین، تستای زوج رو بزنین، سه در میون بزنین، برای ریاضی جواب نمیده. خب برای ریاضی فیزیک جواب نمیده، برای زیست و شیمی عمومی خوبه، خب خیلی هم خوبه، ولی برای ریاضی و فیزیک اون طراح کتاب، اون مؤلف اون کتاب تست شما یک دیدگاهی تو ذهنش بوده که اومده یک تست اینجا طراحی کرده، بعد گفته خب دانش آموز من اینو فهمید، حالا یک قدم سخترش میکنم، یه تست دیگر رو بهش میدم که حالا یکم آماده تر بشه، بعد تست بعدی باز یک قدم بهتر میکنم که درک بهتری پیدا کنه، دوباره تست بعدی یکم سخترش میکنم. یعنی به ترتیب داره پیش میره و شما باید به ترتیب تستا رو بزنین و اگه دو بار تستای مثلا دو تستا رو بزنین، یه بار تستای فرد یه بار تستای زوج، انگاری که دو بار ناقص یاد گرفتیم و دو بار ناقص یاد گرفتنش شبیه یک بار کامل یاد گرفتن نیست. اگه مثلا 50 تا تست داریم بهتر اینه که برای فیزیک و ریاضی، بچه ها برای تمام درس ها نه، بعدا نریم بگیم که گفت برای زیست هم همینطور، فقط فیزیک و ریاضی و اونم فقط مباحثی که یکم درکی تر و منطقی تر، اگه قسمت حفظی داشته باشن نه، اونم حالا میشه یکم از روی زد، ولی خب چون اکثر مباحثشون این شکلیه من دارم میگم، مثلا تست 0 تا 50 اگه میخواین نصف تستا رو بزنین بهتره اینکه 0 تا 25 رو بار اول بزنین، دفعه دوم 25 تا 50 تا اینکه بخواید مزربی تست بزنین. تستا به صورت اینو همه فهمیدین که سی هست در مورد این مشکلی داشته باشه. گفتن که کتاب هایی که سوالات سطح بندی ندارن، کتاب ها متفاوت هم بچه ها، بعضی هاشون میکرو طبقه بندی هن که اونا رو باید سعی کنید که، چون مثلا توی هر تیپ تستیشون به یک شکلی هن، به این شکل هن که مثلا میکرو طبقه بندی ها یا در واقع تست هایی که حالا تیکی تیکی اومدن گفتن، اگه 10 تا تست توی هر قسمتش آورده توی همون قسمت طبقه بندی داره، فقط نگفته. یعنی چی؟ یعنی که تستا رو از ساده به سخت آورده. دقت کنید آخرین تستاشون سخت‌ترین تستای همون قسمتشونه و به ترتیب بزنید، مشکلی پیش نمیاد. نوشتن که برای تست آموزشی اگه اول سطح پایین بعد کنکور رو بزنیم خوبه، کنکور سوالای کنکور سال قبل رو دارن، خوبه. آره اگه ساده رو زدین بعد برین کنکور، مبحث فرق میکنه، بعضی مباحث هستن تستای کنکورشون خیلی سنگینه و اگه احساس کردین نمیتونین و سخته براتون، بعد برین متوسط های همون قسمت رو بزنین، برگردین دوباره به کنکور. ولی اگه همون ساده ها رو زدین رفتین تو کنکور مشکلی نداشتین، همون کنکور رو ادامه بدین، خیلی هم به نظرم خوبه. کتاب حسابان خیلی سبز داره، خیلی سبز حسابانش رو نمیتونم، ولی خب کلا خیلی سبز برای رشته تجربی نسبتا بهتره تا رشته ریاضی. برای کتاب رشته ریاضی بهتر اینه که سراغ بقیه منو ببرین. خب دیگه خودتون جواب خودتون رو دادین، دیگه بریم ادامه. تست به صورت تک تکی یا 5 تا 5 تا بار اول بچه‌ها خواستین تست بزنین، 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا نزنین، مگه اینکه خیلی مسلط باشین یا اینکه قبلا خونده باشین.
یا یه دونه بررسی کنیم برین تست بعدی. اگه احساس کردیم مسلطین 5 تا 5 تا بزنین و اولویت دو 5 تا 5 تا باشه، مگه اینکه دیگه خیلی مبحث سنگین باشه براتون. خب حالا من درس رو فهمیدم، تست رو زدم، مرحله ادراک اولیه‌ام انجام شد. خب 24 ساعت وقت میدم. نه ادامهشه همون تو تست هست، باز ادامهشو بعدا میگم. تست رو حتما خودتون حداقل یک بار حل کنید اگه نتوانستید. بچه ها تست رو دیدین، مثلا رفتین تو تست های مثلا همون مرمایی که گفتم یا کتاب پروفیمون آقای شاکریان یا کتاب خیلی سبت، هر کتابی تست رو زد میخوایم بزنید متوجه نمیشین چی کار کنم تو اون لحظه. برگردین یک بار دیگه در سامه رو نگاه بندازین ببینید میتونید یا نه. اگه نتونستین از پاسخ برگ تقلب بگیرین تا آخر جواب نگاه نکنین. خب یعنی چی؟ یعنی که پس شد مرحله اول درسنامه، درسنامه رو نگاه میکنم، مرحله دوم تقلب، یعنی میرم فقط اولش رو نگاه میکنم میرم چجوری شروع کرده. خب مرحله اول چجوری حل تست رو شروع کرده، بعد میام دوباره سعی میکنم ادامهش رو خودم حل کنم. باز اگه نتونستم خب دیگه مجبورم دیگه نگاه کردم، نگاه به حل کامل تست. توی این دوتا اگه تقلب گرفتین یا نگاه کردین در هر دو صورت مارک کنین و بعدا باید حل کنین اینا رو. چرا بچه ها؟ چرا حتما خودتون باید حل کنین؟ کسی میتونه میدونه جواب سوالو؟ گفتن که من همه رو با هم میزنم، بعد اینجوری نه بد نیست. اگه برسین و تو برنامه‌تون در واقع بعضی بچه‌ها اصلا نمیرسن، ولی اگه میرسین اشکالی نداره. البته خب بازم میگم فیزیک ریاضی ها، برای فیزیک ریاضی اشکالی نداره، میتونید پشت سر هم بزنید، ولی بعدا باید تست مکمل داشته باشید. مسابان خیلی سبز اگه ارتباط میگیریم خوبه، اگه ارتباط شد حالا من امسالش رو چک نکردم واقعیت، ولی به صورت کلی حسابان شگفت انگیز خیلی سبز نسبتا کتاب خوبیه. البته اینو بگم بهتون برای تمام کتاب ها، برای تمام تستا، ولی خب خوب بودنش اینجوریه که بچه ها ما مراحل ادراک تثبیت تسلط رو گفتم بهتون، از ادراک تا تثبیت میرسونه، ولی خب برای تسلط یک منبع مکمل هم بگیریم، مثلا آزمونه گزینه دو، کانون، کنکور، اینا رو هم تستاشو در کنارش مطمئن باشین که مشکلی پیش نمیاد. درسنامه خوندن وقت میگیره، بریم فورا جواب رو نگاه کنیم، باعث میشه بدونیم کدوم قسمت های درسنامه بولتره و بعدش فکوز بیشتری داشته باشه. موافقید؟ این برای زیست شناسی بیشتر موثره بچه ها، برای فیزیک و ریاضی نه، چون اونقدر هم درسنامه هاشون طولانی و بزرگ نیست. من دارم در فیزیک حرف میزنم، برای زیست شناسی چیزی که میگین درسته، برای شیمی هم چیزی که میگین درسته، برای ادبیات چیزی که میگین درسته، ولی خب برای فیزیک و ریاضی نه. برای فیزیک و ریاضی بهتر اینه که بهش فکر کنید، به سوال بیشتر میفهمیم. بچه ها بیاین کاملتر توضیح بدیم برای هم دیگه. فرض کنید یک جنگلی وجود داره، خب این جنگل به همچین شکلیه، خب و شما رو از اینجا وارد میکنم، بهتون میگن که از اینجا خارج بشین، همه میبینن اسلاید کامل، آره فکر کنم هست سمت از اون. حالا فرض کنین یه باری هست شما رو با هلیکوپتر از اینجا بر میدارن میذارنتون اینجا، یعنی از ابتدا تا انتها میذارنتون و تقریبا حالا میتونین بفهمین که مسیر به چه شکله. حالا مثلا فرض کنین این شکلی باشه، میفهمین که بعد از اینجا برید. خب و دفعه بعدی که بذارنتون احتمالاً میرین. حالا یه بار دیگه هم هست خودتون مسیر رو میرین، خب خودتون میرین مسیرهای مختلف رو امتحان میکنین تا اینکه نهایتاً به یک مسیری میرسین. خب نهایتاً انگاری که نقشه جنگل هم تا حدودی تو ذهنتون میمونه. تو کدوم حالت اگه دوباره بذارنتون اینجا میتونین به مقصد بهتر برسین؟ تو کدوم حالت بچه؟ حالت اولی که با هلیکوپتر براتون داشتم و گذاشتم، یا حالت دومی که خودتون رفتین و پیدا کردین مسیر رو؟ حالت دوم دقیقا حل تستان به همین شکله. زمانی که شما پاسخنامه رو نگاه میکنید انگاری با هلیکوپتر براتون داشتن از سوال به جواب رسوندنتون، مسیر هم میبینین، نقشه راه هم میبینین که چجوری حل میشده، ولی خب شما یه چیز دسته چیزها هست که نمیبینین، یکی دامهایی که توش میفتین، دامها رو نمیبینین چه دامهایی ممکن بوده من توش بیفتم، یکی مسیرهای انحرافی که ممکن بوده که برین. خب
خب یکی محاسباتی که ممکنه که مشکل داشته باشین، اشکالاتتون، اینا رو نمیتونین بفهمین. بعضی بچه ها هستن صرف که میفهمن که راه حل چیه، حل نمیکنن، میرن نگاه میکنن راه حل این بود، میره تست بعدی، حل نمیکنه. بچه ها حتما باید تا جواب آخر برین، چون ممکنه توی اصلا محاسبات شما مشکل داشته باشین. خب پس حتما یک بار خودتون باید حل کنید، یک بار مسیر رو خودتون باید برین که اگه دوباره همون تست یا تست مشابه رو بهتون دادن بتونین مسیر حلش رو پیدا کنید. اگه نه که احتمال پیدا کردنش خیلی کمه، تقریبا مثلا میتونم بگم 1/10 حالت قبلیه. الان همه فهمیدین چرا باید خودتون حل کنین؟ بچه‌ای که فهمیدن یک بفرستن، اگه نفهمیدین دو بفرستی که دوباره توضیح بدم. خب همه یک خود رو شد. بریم قسمت بعدی. هنوز تو همون قسمت اولین که من درس رو خوندم، میخوام تستا رو بزنم. بعد از تست های سخت، تست های سخت یعنی چی؟ یعنی تست هایی که یکم گیر داشتم توشون، نه تست های لزومن قسمت سخت اون کتابم، تست هایی که یکم گیر داشتم، یکم وقت گرفته ازم، یا یکم در واقع احساس کردم که انرژی گرفته ازم برای حلش، یک 5 ثانیه برگردیم به 3 مورد فکر کنین. خب 1 داده، 2 خواسته، 3 راه حل. میشه همون نقشه کلیتون، بهتر تو ذهنتون میشینه. اینا رو داده بود، اینو خواسته بود، اینجوری باید میرفتم. خب در 5 ثانیه، خیلی بیشتر نمیخوام ازتون، 5 ثانیه به همین فکر کنید، مطمئن باشین همون تست یا مشابهش رو بهتون بدن، احتمال اینکه بتونین حل کنین تقریبا 2-3 برابر میشه. پس یه 5 ثانیه به این فکر کنید، خیلی کمکتون میکنه. و تست هم تو ذهنتون تیپ بندی میشه، تیپ های مختلف میگن تیپ بندی، احتمال حالا همینجا اصلا بهش میرسیم. تیپ بندی به شدت موثره بچه، که خب کمک میکنه که بتونید تستا رو بهتر بعدن شناسایی کنید و حل کنید. قانون خیلی مهم، پیش نیازها رو رعایت کنین توی ریاضی مخصوصا. بچه ها پیش نیازها رو رعایت کنین، اینجوری نباشه که مثلا از 12 یکی از بچه ها گفته بود که من پایه 10 و 11 فیزیک ریاضیم مشکل داره، الان چی کار کنم؟ برای ریاضی پیش نیازها رو رعایت کنید، یعنی از 10 شروع کنید. خب اگه تابع رو میخواییم بخونید 10، 11، 12 با هم بخونید، نرین 12. اگه مثلثات میخواییم بخونید با هم بخونید. حالا همینجا بهتون میگم پیش نیاز چیه. ولی برای فیزیک بجز فصل کار و انرژی، بجز فصل کار و انرژی، بقیه فصل ها پیش نیاز هم دیگه خیلی نیستن. یکی هم فشار پیش نیاز گرماست، یکی هم حالا شاید ساکن پیش نیاز در واقع فصل مغناطیس باشه، چون با هم ترکیب میشن، ولی یکی هم مثلا خیلی هم چیز نیست اونقدر. اگه بخوایم مثلا بدون خوندن ساکن مغناطیس بخونیم مشکل پیش نمیاد. ولی خب تو فیزیک فقط فصل کار و انرژی رو توی سال دوامتون بخونید، میتونید برید 12. و البته خب پیش نیازهای ریاضی هم داره دیگه، حالا میرسیم تو قسمت خودش. ولی تو ریاضی خیلی مهمه رعایت پیش نیازا، که به این شکله، شما اول باید معادله نامعادله رو بلد باشین و اتحادها رو باید بلد باشین. اینا با همدیگه نیازه برای یادگیری تابع. تابع رو که بلد بودین، تابع پیش نیاز حدودم برای یادگیری مثلثات. تابع و مثلثات با همدیگه، تابع مثلثاتی منظورم، تابع مثلثات با همدیگه پیش نیاز حدن. حد پیش نیاز مشتقه و مشتق پیش نیاز کاربرد مشتقه. و هر کدوم از این قسمت ها رو شما مثلا اینا رو بلد نباشین، تو تابل لنگ میزنید. تابل مثلثاتتون مشکل داشته باشین، تو حد قطعا لنگ میزنید. حد و مشکل داشته باشین، تو تعریف مشتق مشکل خواهید داشت. مشتق و بقیه موارد و مشکل داشته باشین، تو کاربرد مشتق قطعا مشکل خواهید داشت. و توی احتمال ترکیبیات یا در واقع فصل شمارش بدون شمردن، برای فصل احتمال پیش نیازه. خود آمار پیش نیاز اونقدر نداره، هندسه هم اونقدر پیش نیاز خاصی برای قسمت های دیگه نداره، ولی خب این پیش نیاز ها رو بچه ها سعی کنید که رعایت کنید، به همین ترتیب پیش بریم. خب اینا آره در مرحله تست آموزشی هستیم، مرحله اولی. نکته 1، در این مرحله معلم بازی به شدت کمک کننده است. معلم بازی یعنی چی؟ برای خودم توضیح بدم. حالا میتونم بلند شم، اگه تخته ای دارم تو اتاقم، یا اصلا چشم رو ببندم خودم رو تو کلاس تصور کنم برای بچه ها توضیح بدم، یا اینکه اصلا روی یک برگه داشته باشم خلاصه برای خودم توضیح بدم، خلاصه بنویسم.
خلاصه نوشتنی که نبشینین پاک نویس کنید و کلی تایم بذارین، در حدی که فقط توضیح بدم تو چک نویس می نویسم، فقط اینکه خودم بهتر یاد بگیرم. به شدت کمک کننده است، کمک میکنه که بهتر یاد بگیرین در واقع. تا جای ممکن سعی کنید به پاسخنامه نگاه نکنید و پاسخ خودتون رو پیدا کنید، روش خودتون رو برای حل سوال پیدا کنید تا جایی که میتونین. اگر هم پاسخنامه رو خوندین و حل کتاب تست رو فهمیدین، سعی کنید یکم فکر کنید که میشد سریعتر حلش کرد یا نه، کدوم قسمت ها رو میشد کات کرد، چجوری میتونستم سریعتر، مخصوصا که یکم وقتتون رو بیشتر گرفته. خب مرحله ادراک تموم شد بچه، تا اینجا سوالی ندارین؟ کردم اینجا به تقریبا 40-50% رسیدم، بالای 50% فعلا نمیتونم بزنم. همون بار اولی که خوندم نکاتشو بهتون گفتم، کسی اگه تا اینجا سوال داره بپرسین. میگم به پاسخنامه تا جای ممکن نگاه نکنید، یعنی اینکه راه حل خودتون رو پیدا کنید بچه ها، یعنی اینکه سعی کنین که خیلی کپی راه حل درسنامه نباشین، نگاه بکنین که چجوری حل کرده، ولی دنبال روی پاسخنامه نباشین، دنبال روی دبیرتون نباشین، دنبال روی اون پاسخنامه کتاب تستتون نباشین. روش ها رو بگیرین و سعی کنید خودتون درون خودتون اون روش خودتون رو خلقش کنید، چون به شدت رتبه برتر و تفاوتشون توی همین در واقع روش سازن این بچه ها. یعنی یه جوری که اگه مثلا من خب تست دادم بهشون دیگه، تست حل کردیم با هم دیگه، بهشون تست که میدی از این روش های میرن که اصلا به عقل جنم نمیرسه، بعد میگن از کجا فهمیدیم؟ خب من یکم فکر کردم این روش به نظرم مثلا خب بهتر بود. معمولا روش های خودشون ابداع میکنن و این پیش نیازش اینه که شما خیلی دنبال روی پاسخنامه اون کتاب تستتون نباشین، خودتون روش های خودتون ابداع کنین. ولی خب اگه روش سریع هم گفته باشه، معمولا یک علامتی خودشون میزنن، مثلا یک علامت میزنن که روش حل سریعتر، انواع علامت مختلف دارن برای خودشون، اون رو اشکال نداره نگاه بندازی، مخصوصا اگه تستی وقتتون رو گرفت. اگه دیدین تست رو تو زمان استاندارد خودش کوتاه حل کردین، خب دیگه اونقدر نیازی نیست. اسلایت ها رو تو کانال باشه چشم قرار میدیم. برای پایان دادن به تست های آموزشی چه معیاری هست؟ بچه ها یک چیزی ما داریم، حالا توی قسمت تمرکز بهتون یاد میدم، بهش میگیم هواپیمای تمرکز، که شما از اینجا که شروع میکنید، مثلا این شروع مطالعاتون این زمانه، خب کم کم تمرکز میاد بالا، خب و یه جایی میاد پایین. اینجا سعی کنید، حالا بستگی به شخصش فرق میکنه، مطالعه رو تمام کنید چون کم دیگه تمرکز کم میشه. دوم این که یه جایی که خودتون حس کنین که اون مبحث و کامل دیگه براتون جا افتاد، فهمیدین چی به چیه، یکم دستتون سریعتر شد، تونستین توی یه زمان مثلا فرض کنید یکی دو دقیقه، دیگه یک دقیقه البته اگه تستای ساده این تستا رو بزنین همون لحظه، میشه گفت که میتونین حالا یا مثلا تو ذهنتون یک طبقه بندی ایجاد شد و کلیت مبحث تو ذهنتون قرار گرفت، میتونین بگین که حالا فعلا تایم تموم، برم تا در واقع قسمت بعدی مثلا تو فردا. ولی خب میتونین بگیم درسنامه های مختلف، کتاب های مختلف متفاوته. بعضی کتاب ها هستن درسنامه هاشون کوتاهه و مثلا 10 تا تست بیشتر نداره، از اون 10 تا تست شاید مثلا 6 تا 7 تا تستشو بزنین کافی باشه. بعضیا هستن درسنامه ها بلنده، مثلا 3 4 صفحه درسنامه است، خب این قسمت ها رو مجبورین تایمش هم بیشتر بذارین. و بچه‌ای که کم کندخوان‌تر هم مجبورن همچین کتابی رو انتخاب کنن، و اگه مثلا 30 تا 40 تا تست داره، سعی کنید مثلا 2/3 یا 3/4 تست رو بزنین، تقریبا میتونم بگم 2/3 تست رو که زدین کافیه، یا دیگه مثلا بین 50-70% تست. برای ریاضی و فیزیک تقریبا چند تست آموزشی لازمه؟ تعداد تست اصلا نمیتونم بگم بهتون، هر چقدر بتونین بزنین میتونم بگم کافی نیست، حتی هر چقدر تونستین تو اون زمانی که دارین، تا زمانی که خسته میشین بچه‌ها ادامه بدین، تا زمانی که خسته میشین، در واقع خسته شدن این که انرژی برای درس بعدی داشته باشین، تا زمانی که احساس میکنین که تمرکزتون تو اوج حالت خودش هست. ولی خب همونجوری گفتم بهتون، 2/3 درسنامه رو 2/3 تست درسنامه رو بزنین، شاید تقریبا برای همون تایم کافی باشه و فرداش میتونید ادامه‌اش رو بزنین. ولی اگه تونستین همون لحظه تمام تستا رو بزنین، یکی از بچه‌ها گفته بود، اشکالی نداره، هم کارو بکنین. تو کنکور خیلی از سوالات هست که روش‌های خاصی دارن، این روش‌ها رو چه جوری باید یاد بگیریم؟ بچه‌ها تو مرحله ادراک دنبال این روش‌ها نباشید، این روش‌ها تو مرحله تسلطه. خب فعلا سعی کنید که یاد بگیرین، اصلا فعلا از کنکور بذارین کنار، سعی کنید که عمیق بشین، یک مبحثی، یک مفهومی قراره که تو ذهنتون وارد بشه و یادش بگیرین. خب تکنیک‌های تستی تو مرحله ادراک یاد گرفتنش خیلی توجیهی نداره،
شما باید یاد بگیرین که اصلا مبحث چیه، باید بفهمینش، یک هم عمیق‌تر وارد بشین، بعد برین سراغ تکنیک‌ها. چون عملا مثل میمونه که من مثلا بخوام یک دستگاهی مثلا تیغ جراحی بدم به دست یک شخصی که اصلا نمیدونه جراحی یعنی چی. خب تیغ جراحی رو داره، ابزار رو داره، نمیتونه ازش استفاده کنه چون نمیدونه کجا کاربرد داره. مثلا فرض کنید حالا یکی نیست دیگه، ما انواع تیغ‌های جراحی مختلف داریم، خب، و هر کدوم بدی به مثلا اگه 10 تا داشته باشه میدونه از کدوم تو کجا داره میخواد استفاده کنه. باید اول مفهوم یاد بگیره، بدونه که جراحی چیه، بعد تیغای مختلفو بهش بدی، بگی مثلا این تیغ اینجا حالا کاربرد داره، میتونه بسته به اینجا جای یکی، خب جای در واقع تفاوت بین جراح خوب و بد مشخص میشه. کسی که عمیق درک کرده باشه، یاد گرفته باشه، میتونه توی این لحظه حتی توی بسته به شرایط انتخاب کنه و خودش یک سری جاهای مختلفی که مثلا شاید قبلا بهش گفته نشده باشه یک سری تکنیک ها میتونه استفاده کنه. در لحظه میتونه یک سری در واقع ایده ها به ذهنش برسه که خب شاید شخصی که این دید عمیق رو نداره نتونه همچین کاری انجام بده. خب گفتن که یک آزمون از یک فصل حسابون. آزمون بچه ها مرحله اول باید درکتون اوکی بشه، بعد برین سراغ آزمون. هندسه، هندسه ما فصل پس هم توضیح میدیم، نگران نباشید. خب بعد از مرحله ادراک مرحله تصفیه میرسم، تستای مارک مرحله قبل رو میزنم، حداقل 24 ساعت فرصت میدم که تستای مارک دیگه حفظ نکرده باشم راه حلش. بچه راه حل رو حفظ نکنید، خب اینجوری نباشه که تست رو حفظ کنید که اینجوری حل میشد. سعی کنید یاد بگیریم بفهمیم که چرا اینجوری حل میشد. 24 ساعت فرصت میدم که اگه قرار فراموش بشه راه حل فراموش بشه، و شروع میکنم تستای مارک مرحله قبل رو دوباره میزنم به اضافه ادامه تستا. گفتم دو سال تستا رو مرحله قبلی زدم دیگه، 50 الی 70 درصد تستا، یا حتی برای بعضی بچه‌ها که تا 100 درصد تستا رو زده باشن، ادامه تستا برای اینجور بچه که 100 درصد اینجا زدن میتونه تستای آزمونی باشه. حالا اینجا میتونن وارد آزمون بشن چون ادراک تثبیتشون سریعتر انجام شده و احتمالاً قبلا خوندن که تونستن. خب تو مرحله تثبیت بریم سراغ فصل به فصل. توی هر فصل چی کار کنم، چه جوری برم جلو که بهتر تثبیت بشه تو ذهنم و بهتر بتونم تستاشو بزنم. بچه‌ها برای تابع رسم نمودارها رو یاد بگیریم و مسلط شویم. شاه کلید یاد گرفتن تابع یا مسلط شدن توی تابع نموداره. نمودارهای مختلف رو سعی کنید بکشین، که مثلا یک پیشنهاد خوبی که میتونیم داشته باشیم اینه که چند کنکور اخیر رو نگاه کنید، تابعهایی که دارن نمونه‌هاشون رو سعی کنید برای خودتون بکشین، رسم تابع رو یاد بگیرین. اونم نه رسمی که بخواد مثلا تو یک دقیقه یک تابع کشیده بشه، زیر 10 ثانیه باید بتونین یک تابع رو حدودش رو بکشین، بفهمین که از کجا اومده به کجا رفته، چقدر چند تا ریشه مثلا داره و مثلا تقاورش بشه شکلیه، شیبش بشه شکلیه، و بتونین سریع بکشین. خب چون این خیلی کمک میکنه توی تابع، به شدت کمکتون میکنه که بتونین تستایی که مثلا شاید 3 دقیقه طول میکشن رو زیر 1 دقیقه بزنین. هر 3 سال نکته خیلی مهم برای تابع با هم یاد بگیرین، یعنی اینجوری نباشه 10 جدا 11 جدا 12 جدا، ببین 10 مثلا تابع یاد بگیرین بعد برین مثلثاتش بعد برین حدش فلان، اینجوری نرین جلو. تابع 3 سال رو با هم یاد بگیرین یک پکی بشه. مثلا من حالا امروز جدیدم نوشته بودم تمام هر قسمت ریاضی نمیدونم 1-2 هفته کافی است براش. تابع خب قسمت 1-2 هفته براش کافی نیست واقعا، و سنگین ترین قسمت ریاضی 3 سالتونه. سعی کنید که 3 سال رو با هم یاد بگیرید چون به شدت کمک کننده است، به شدت تابع پایه بقیه فصلاتونه و هر قسمتش پایه قسمت بعد. مثلثات، روی دایره مثلثاتی بچه‌ها سعی کنید مثلث بشین. دایره مثلثاتی یه چیزیه که خیلی بچه‌ها روش ضعف دارن، نمیدونم چرا، مخصوصا تو توابع مثلثاتی که وارد میشن تو 12 اصلا گیر میکنم تو تستا، و یکی از سخت‌ترین قسمت‌های ریاضی همین فصله، همون قسمت توابع مثلثاتی، به همین دلیلی که بچه‌ها روی دایره مثلثاتی مسلط نیستن. بچه‌ها دایره مثلثاتی چیزی که هم تو خود مثلثات نیازش دارین، هم توی نوسان فصل 3 فیزیک 12 خب، و سعی کنید خیلی روش کار کنین چون خیلی کمکتون میکنه و خیلی بهتون دید خوبی میده توی تستا، و خیلی تستا هستن که صرفا با دید داشتن نسبت به دایره مثلثاتی میتونید خیلی سریع حلشون کنین. فرمولای مثلثات، بچه‌ها مثلثات یکم نسبت به تابع حفظی تره، خب فرمولاش هم زیاده،
البته چیزی بگم بهتون، خوب شنیدین احتمالا دیدین تمام دبیرات یک حالتی دارن که با مثلا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا تست، 8 تا فرمول تمام تستا رو میگن میتونین بزنین. این خیلی خوبه، اون 5 6 تا 7 رو یاد بگیرین. ولی فرمول های اضافه رو هم هر چقدر که تونستین، چون سرعت بخش تو کارتون، اگه مثلا با اون 5 تا 6 تا فرمول بشه مثلا تست رو توی چه میدونم 2 دقیقه زد، بعضی فرمول ها هستن میشه تو مثلا 10 ثانیه تستی رو حل کرد. گفتن که اگه همه تست منبع رو بزنیم دیگه تست نمیمونه واسه شروع سال دیگه که باز دوباره بخوایم. بچه اون مرحله ادراک بود دیگه، بار اول داشتم میگفتم این همه تستا چرا نه تست، نه که مثلا خب همون کتاب تست که ندارین دیگه، شما تست آزمون رو دارین، تست های کنکور رو دارین، تست های چه میدونم کتاب های مکمل رو دارین، اینجوری نیست که تست نمونه. مطالعه تابه چقدر زمان میخواد؟ بچه ها شخص به شخصش متفاوته، ممکنه دانش آموز خاصی توی 3 هفته تموم کنه، دانش آموز خاصی دو ماه کامل وقت بخواد. خب ولی تابه شکلیه که اگه مسلط بشین دیگه بعدا برای بقیه فصل ها نسبتا کارتون راحت تر. گفتن که من مباحث ریاضی رو یادگیریش رو خوب میفهمم اما موقع حل تست گیر میکنم، باید چی کار کنم؟ بچه این مشکل بهش میگن استفاده کاربردی. خب استفاده کاربردی چند تا دلیل میتونه داشته باشه که با همدیگه حالا مرور میکنیم، ولی خب مرحله ادراک که بهتون گفتم، حالا تو همون مرحله اگه بخوایم استفاده کاربردی رو بگیم، چند تا دلیل وجود داره. یکیش اینه که مباحث تو ذهنتون طبقه بندی نشده. یک طبقه بندی ذهنی برای خودتون بکنید، یک معلم بازی بکنید که برای خودتون توضیح بدین که چی به چیه. خب دلیل دومش میتونه این باشه که تستا تیپ بندی نشده، یعنی تیپ های مختلف تستی رو خیلی بلد نیستین که چی میدن، چی میخوان و چه جوری باید حل کنین، با هم دیگه قاطی میکنین تست رو. دلیل سومش میتونه این باشه که کم تست میزنین، خیلی سراغ تست نمیرین یا اشتباه تست میزنین. دلیل چهارمش میتونه این باشه که تست رو اصلا اشتباه میخونینش. خب من حالا تو وبینار هفته آخر خوندن تست رو کامل توضیح دادم، تکنیک خط فرستش، خواستیم اون حالا نگاهی بندازین حتما. دلیل بعدیش میتونه این باشه که احتمالاً شیوه فکر کردن به تست رو بلد نیستیم، که من حالا تست رو خوندم، درستش درست خوندمش، ولی چجوری باید بهش فکر کنم، از کجا شروع کنم برسم به کجا، باید همش سوالات ریز ریز بپرسم تا اینکه به جواب برسم. خب که حالا اونم باز توضیح میدیم توی قسمت آزمون که بذارین حالا اون قسمت خودشو داره. دلیل بعدیش میتونه این باشه که حفظ میکنین مباحث رو، درکش نمیکنین. خب تو جایی که میتونین سعی کنید برای خودتون یک حالتی نباشه که بشین مثلا اگه میگم معلم بازی توضیح دادن، نه این شکلی که مثلا بشین برای خودتون از بر بگین که چی بود چی شد، توضیح بدین که این چرا اینجوری شد. دنبال چرایی و چگونگی باشین توی ریاضی، نه دنبال حفظ کردن. خب این چند تا دلیل میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه اول کاره، یا اینکه با تست سخت شروع کردیم. با تست برای همین میگم سطح بندی باشه بهتره، با تست ساده تر شروع کنیم تا یکم راه بیفتیم، بعد بریم سراغ تست متوسط و سخت. و شاید هم منبعتون خیلی به درد نمیخوره، یعنی که به درد شما شاید نمیخوره، و شاید بهتر این باشه که منبعتون که نسبت به کتاب تستتون یک در واقع دوباره نگاه بندازیم، شاید کتاب تست دیگه باشه که باش راحت تر باشه. یه روزه احتمالا قبلا خوندیم بچه ها، برای فصلی دارم میگم که شاید مثلا دانش آموز بار اولش داره میخونه، اگه قبلا پارسال مثلا تابه کامل خونده، اگه یه روز خوندینش مشکلی نداره. من دارم تو مرحله ادراکم، شاید شما مثلا قبلا تو مرحله تسلط هم رسیده باشید. به ترتیب دارم میرم برای فصلی که هیچ وقت نخوندین و بار اول داره نگاه میکنه. فقط یک موردی که اگه صبح تا شب میذارین یکم باید یک در واقع اگه صبح مثلا یک روز کامل میذارین ریاضی میخونین و روزهای دیگر رو درسای دیگر رو میخونین، یه تجدید نظر باید بکنین. حالا دلیلش میگم بهتون، بذارین همینجا بگیم. بچه ها ما دو نوع مطالعه داریم، یک نوع مطالعه تهاجمی، خب که احتمالا هفته قبل بچه‌ای که بودن میدونن چیه، این نوع مطالعه نکزنی. خب مطالعه تهاجمی همین شکلیه که گفتم، یه روز صبح تا شب میذارن یک درس کامل رو میبندن. خب مزایا و معایبش چیه؟ مزیتش اینه که خب اگه قبلا خونده باشم یا اگه بار اول هم باشه دارم میخونم، مثلا صبح تا شب دیگه خیلی زیاده دیگه، مثلا که 3 ساعت 4 ساعت هم ما ترجمه در نظر میگیریم، بار اول دارم میخونم دیگه استرس ما ندارم، تمام تمرکزم رو بذارم که یاد بگیرم و بهتر یاد بگیرم. خب برای مرحله ادراک ترجمه نسبتا بهتره. و برای مرحله جنبندی که میخوام فرض کنید حالا مثلا پارسال یا یک تایمی
نشستم تمام تابلو خوندم، بارها تست زدم و نسبتا مسلط بودم. میخوام دوباره مرور کنم، یک روز میذارم میخونم تمام تستاشو میزنم، بازم درست. خب ولی تو مرحله تثبیت تسلط من حالا خوندم و میخوام بیشتر تست بزنم، میخوام مسلط بشم. تهاجمی خیلی به درد نمیخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من امروز مسلط شدم، فردا فراموش میشه، پس فردا فراموش میشه. فرض کنید شما برای یک فصل خاصی میخواین مثلا 10 ساعت وقت بذارید. این 10 ساعتتون خب دو حالت وجود داره، دو تا 5 ساعتش میکنین خب، یا 10 تا 1 ساعتش میکنین. خب حالا مثلا اینجوری تفاوت این دو تا چیه؟ دو تا 5 ساعته که مزایاشو گفتم. مزایای 10 تا 1 ساعته چیه؟ اینه که یکیش اینه که خب من احتمالا خستگیم کمتر، یعنی که کمتر خسته میشم تو هر بازه تایمی که میذارم برای مثلا ریاضی. دومی خوبیش چیه؟ اینه که تایم بیشتری ذهنم درگیر اون مبحث میمونه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا امروز اگه یک ساعت ریاضی بخونم، تا 24 ساعت ناخودآگاه هم درگیر مبحث میمونه. خب و مثلا امروز اگه تست مارکی داشته باشم، فردا میتونم مارکای امروز رو مرور بکنم برم تست ادامه تستا. خب و اگه مثلا اینجوری بذارم، انگاری که 10 روز کامل 10 تا 24 ساعت ناخودآگاه هم درگیر درس بوده و بهتر تهنشین میشه و جا میفته برام، تا اینکه 48 ساعت ذهنم درگیرش باشه دو تا 5 ساعت بذارم. خب اصولا اگه بار اولی باشه که دارم درس، در واقع بار دومی باشه که دارم درس میخونم و بخوام مسلط بشم تو مرحله تثبیت تسلط، بهتر اینه که، یا مثلا میخوام مرور کنم، بهتر اینه که تایم کم گذاشته بشه. ولی خب اگه قبلا مسلط بودین و خواستین جنبندی کنین، یا اگه خواستین مرحله اول بودین خواستین درک کنین درس رو، تهاجمی 4 5 ساعته برای ادراک و برای جمع کردن بعد از تسلط تهاجمی صبح تا شب مفیده، یعنی در واقع توصیه میشه. درسته. برای مثلثات بچه‌ها یک خلاصه نویسی فقط برای خودتون داشته باشین، فرمولا رو بنویسین، فرمولای اصلی‌تر رو جدا، فرمولای ادامه فرمولا رو جدا، و بعضی وقتا مرور کنین که خب فرمولایی که اگه مثلث باشین اون مثلا بقیه فرمولا شاید بتونه توی تستی به کمکتون بیاد و سریع‌تر تست رو حل کنین. خب بریم سراغ احتمال. بحث احتمال یک بحثی که اکثر بچه ها مشکل دارن. تا اینجا اگه سوالی دارین بپرسین. کسی سوالی نداره؟ خب بریم سراغ احتمال. نشتم که مقایسه و تیپ بندی تست‌ها به شدت کمک کننده. یعنی چی؟ بچه ها توی مبحث احتمال یکی از بزرگترین اشکالاتی که شما دارین، مثلا خود من هم داشتم دیگه، این بود که تست که نگاه می‌کردم، گیر میکردم از کدوم روش استفاده کنم. مثلا فرض کنید یک کیسه رو میاره، یه بار میاد مثلا مهره های اعداد یک تا ده میذاره بعد بر میداره، یه بار مثلا چهار تا سفید میذاره، پنج تا زرد میذاره، یه دونه مثلا قرمز میذاره، یا مثلا یه بار میاد دستشو میکنه تو کیسه، یه دونه بر میداره بعد با جای گذاری میذاره سر جاش بعدی رو بر میداره، یه بار دیگه هست در واقع بر میداره بعدی رو بر میداره بعدش، یه بار دیگه هست دستشو که کرد تو کیسه دو تا مهره با هم برمی‌داره. خب یه دفعه دیگه هست برمی‌داره میذاره توی کیسه دیگه. یعنی در واقع هر کدوم از این چیزایی که گفتم با هم دیگه متفاوت راه حلش. یعنی هر کدوم از چیزایی که گفتم بهتون تمام تو تمام فرمول‌های احتمال میتونیم بذارین. شما هم میتونین ترکیب بذارین، هم اساس ضرب استفاده کنین، هم میتونین چند حالتش کنین، هم میتونین متمم استفاده کنین تو تمام اینا، ولی خب فقط یک جواب درسته، بقیه‌شون اشتباهه، به جواب اشتباه می‌رسید. برای اینکه گیر نکنیم تو تستا، بهتر اینه که برای خودتون تیپ بندی و مقایسه کرده باشین. من کجا از احتمال شرطی استفاده کنم، کجا از احتمال کلاسیک استفاده کنم، کجا باید حالت ها رو بشمارم، کجا باید چه میدونم در واقع از متمم استفاده کنم، کجا باید از قانون برنولی استفاده کنم. باید اینا رو از همدیگه جدا کرده باشین و کلمات کلیدی داخل تست که بهتون در واقع یک هینتی میده، یک در واقع کمکتون میکنه که بفهمین از کدوم روش باید استفاده کنین، اینا رو باید بشناسین و تستا رو در کنار همدیگه بذارین، مقایسه کنین، روش ها رو یاد بگیرین که با همدیگه قاطیشون نکنین. کلاس گفتن تا کی؟ تا وقتی تموم بشه. 40 خورده اسلاید، الان اسلاید نمیدونم 22 ایم، احتمالا نیم ساعت دیگه، ببخشید دیگه طول میکشه. خب دور اول مطالعه ریاضی در کل برای مطالعه همه مباحث چند تا تست زده باشم؟ بچه‌ها بستگی داره دیگه، مثلا شاید حجم هندسه با حجم تابه با حجم حد یکی نباشه دیگه،
بستگی به این داره. خب بستگی به منبعتون داره چقدر کامل باشه. از مشاورتون بپرسین و از دبیرتون و سطح خودتون هم مهمه، قبلا هم حالا پایه تستیتون هم مهمه، ولی خب دستنامه بریم بهتر، گفتم گله ای نخونین، جعبه ای بخونین و هر جعبه رو که خوندین دور اول دو سوم 50 تا 70 درصد خوبه نسبتا. این یه چیزی که بگم بهتون، عمر رتانس دانشگاه هم درتون میخوره، حتی اگه بخوام پزشکی برین، دندون پزشکی برین، هر جایی که برین آمارگیری خواهید داشت. یعنی یه چیزی که مخصوصا توی تز یا در واقع توی پایان نامتون، اکثر پایان نامه ها آمارگیری دارن خودشون، پس یاد بگیرین اینو. هندسه، یکی از بچه‌ها پرسیده بود نکته خیلی مهم، بعد از یادگیری تیپ بندی کنین. خب یعنی اینکه تیپ های تستی هندسه رو بشناسین که چه جوری تست میدن. خب خیلی البته نمیشه تیپ بندی خیلی شدید انجام داد، ولی تو ذهن توی طبقه بندی داشته باشین که مثلا مثلث میدن، دوزنقه میدن، مثلا دایره میدن، فلان میدن، جای مختلف چیکار کنم، دو تا مثلث رو هم سوار میکنن. نکزهی در هندسه شاکلید تسلطه. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگه هندسه رو یاد گرفتم، هم چیزی که دوستتون فرمودن که صبح تا شب میخونم برای تابع مثلث خوب جواب میده، ولی هندسه نه. هندسه رو که یاد گرفتین، سعی کنید هر روز دو تا، یکی هندسه، یکی مسائل محاسبات شیمی توی اختصاصی ها خیلی موثره که یکم حوصله و صبر باید داشته باشین. یک دو تست رو که میزنین در واقع هر روز 5 تا 4 تا 3 تا حتی 2 تا تست، بسته به روزش، بسته به حالتون، یه تعدادی تست داشته باشین که هر روز مثلا بزنین و تا جایی هم که میتونین دست به قلم نشین. خب بدون دست به قلم شدن و تستای سنگین بزنین. یعنی چی؟ یعنی که من مثلا یه کاری که میکردم برای هندسه خودم و به شدت خب تو هندسه مسلط شده بودم، مثلا من فکر کنم 3 تا تست هندسه رو کنکور ریاضی فکر کنم توی 40 ثانیه زدم. اینجوری بود که تست هندسه رو که میخوندم، 3 تا تست در واقع اون قسمت تا تشابهشو میومدم توی روی یک برگه 3 4 تا تست رو یا مثلا جدا میکردم یا مینوشتم با خودم داشتم. مثلا میرفتم مدرسه، تو مسیر مدرسه همینجوری تستا میخوندم و بهش فکر میکردم، تو ذهنم سعی میکردم حل کنم، خطا رو میکشیدم، بعد تو بعضی وقتا دیگه میخوندمش دیگه حتی سوالم میبستم، سوالم میذاشتم تو جیبم، سعی میکردم تو ذهنم سوالو حل کنم. اون مثلث، اون شکلی که بود رو هوا، روی در واقع شکلی که انگاری که اینجا هست، میآوردمش و انواع خطای مختلفو میکشیدم، مثلا ارتفاعش و انواع مماسای مختلف، چه میدونم عمود منصفش و یا نیم سازش رو میکشیدم، بعد مثلا پاک میکردم دوباره شکل میومد. و این کارا اگر انجام بدیم به شدت روی تسلط هندستون کمک کننده است. ولی خب چیزی که میگم هندسه 11 هم، هندسه 12 هم یکم فاز خودشو داره، برای هندسه 12 هم بیشتر باید تست بزنیم، فقط تست و طبقه بندی. خب حد، یه چیزی که هست اینه که بچه ها برای حد، این قسمتی که اکثر بچه‌ها مشکل دارن، قسمت خود حد اصلیش نیست دیگه، قسمت‌هایی که باید در واقع رفع ابهام کنه. برای رفع ابهام خیلی مهمه که روش حل‌ها رو بفهمین و تفاوت‌ها رو ارزیابی کنین. یعنی چی؟ یعنی من اگه بخوام رفع ابهام کنم چند تا روش مختلف دارم. یکی روش هوپیتاله، یکی روش همارزیه، یکی روش ساده کردن. خب یه سری تست‌ها هستن اصلا از هوپیتال برین نه تنها رفع ابهام نمیشه، بلکه ابهام بیشتر ایجاد میشه. یعنی اگه یه دونه صفر داشتی میشه دو تا صفر. خب بعضی تست ها هستن که حتما باید در واقع چیز بشن، باید از همارزی استفاده کنین. بعضی تست ها هستن حتما باید ساده شون کنین. اینکه از کدوم روش استفاده کنین و معیار چیه، باید تست ها رو ببینین، تست ها رو بزنید و تست هایی که از همارزی استفاده میشن، تست هایی که از ساده کردن استفاده میشن با همدیگه یک مقایسه بکنید، با تستی که با هوپیتال استفاده، در واقع از هوپیتال باید استفاده کنین، ببینید کدوم تستا رو نمیشه از هوپیتال استفاده کرد و اونا رو از همدیگه جدا کنید و تو ذهنتون یک معیاری داشته باشین که روش حل تستای حد هر کدوم بشه شکلیه. الگو دنباله، بچه ها الگو دنباله ایکس مبحثیه که برای اکثر بچه ها خب نسبتا ظاهرا ساده است، ولی تستاشو اکثرا گیر میکنن. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینجا نوشتم لیست کردن نکات. دلیلش اینه که بچه ها مثلا برای دنباله حسابی دانش آموز تستو که میخونه نمیدونه از کدوم روشش استفاده کنه، چون روش های حلش تقریبا شبیه به همه. برای اینکه این اتفاق نیفته و بدون اینکه از کدوم روش استفاده کنه، بچه ها مثل میمونه، بذاریم مثلا مثال بگم براتون. فرض کنید شما 7 تا کلید دارین، خب و میخواین یک در رو باز کنین، نمیدونین کدومی که از اون 7 تا کلیدتون باز میکنه و اگه و تو ذهنتون هم نیست که چند تا کلید دارین، خب اینجاست که گیج میشین. بهتره که 7 تا کلید رو تو ذهنتون داشته باشین،
و با همدیگه یک مقایسه کرده باشین، مثلا دو تا سه تاش با هم دیگه مشابهن، اون دو تا سه تا دو تاشو مثلا امتحان کنید، یکیشون عملا میگیره. خب پس این کارو بکنید، دنباله حسابی جدا، دنباله هندسی جدا، ترکیبشون جدا. خب مثلا بنویسین دنباله حسابی، نه مثلا هندسی، نکته یک، نکته دو، نکته سه، نکته چهار. بهتون قول میدم بیشتر از 7-8 نکته نمیشه. خب نکاتشو که بنویسین دیگه بعدش راحت ترین تو تستا، یعنی اینا رو باز با هم یک مقایسه بکنید، اونایی که یکم با هم مشابهن و با هم بذاریم ببینید شباهتاشون چیه تو تستا، به معنی اینکه تست رو ببینید میتونیم بفهمیم که از کدوم در واقع روش باید استفاده کنیم و از کدوم نکته باید استفاده کنیم. نوشتم که بعضی وقتا که انگیزه نداریم درس بخونیم دلیلش چیه؟ بچه هفته آینده در مورد تلاش انگیزه رو کامل بحث خواهیم کرد. حل نکنیم، فقط سوال پاسخنامه رو نگاه کنیم. نفهمیدم. خانمش گفتن که نفهمیدم کجا رو ادامه، اگه ممکنه کم توضیح بدیم اونم کجا رو منظورتونه، همچه حرفی نکام زده باشم، ولی خب کجا رو متوجه نشدیم، به این که دوباره توضیح بدم. مشتق، بچه ها مشتق یه چیزیه که یک سری قوانین مشتقی داریم دیگه، درسته؟ و خیلی خب این که مثلا من بشینم فکر کنم فوز نویسی کنم بر خودم توضیح بدم خیلی راهگشا نیست، تعداد تسته که راهگشاست. پس تا جایی که میتونیم برای مشتق تست زیاد بزنیم، تا جایی که میتونیم برای البته تمام مباحث ریاضی اینجوری، ولی مشتق به شدت و مثلثات، مشتق و مثلثات تعداد تست به شدت توشون مهمه، یعنی هر چقدر بیشتر تست بزنید، مثلا اگه کتابتون تست کم داره که هم تست بزنید و سرعتی تست بزنید که میشه تست های مشترک کنکور رو تقریبا سریع زد، فقط باید تو ذهنتون باشه و مسلط باشین روی روش های مشترک گیری. آها هندسه سوالو که خوندین، خب بیش فقط فکر کنید بچه ها، یه چیزی که هست همه تون فکر کنم رشته تجربی دیگه، رشته ریاضی اگه داریم حالا اونو یه جور دیگه باید توضیح بدیم، ولی خب بچه ها اگه 11 هم گذروندیم میدونی سیناپس چیه. بچه ها ما زمان که میگذره نورون های مغزیمون اضافه نمیشه، این چیزی که خب همه میدونیم، ولی سیناپس ها چرا؟ سیناپس های مغزی اضافه میشن. یعنی چی؟ من دارم مثلا به یک مبحثی فکر میکنم، فرض کنید حالا مثلا این مغز شما باشه، خب این ذهن ها ساختار مغز نیست، خب فرض کنید مثلا یک نکته اینجاست یا مثلا یک روش حلی اینجاست و من از اینجا باید شروع کنم که بخوام اینو پیدا کنم. خب و مسیرهای ارتباطی این شکلی هم. حالا مثلا این شکل و بار اول، خب مثلا وقتی دارم فکر میکنم اینقدر طول میکشه همه این نورونا رو باید تیک کنه، سیناپسا رو باید تیک کنه تا به جواب برسه، بعد توی همین مرحله میاد مثلا هر فکر میکنه و یه دونه سیناپس اینجا اضافه میشه، یعنی مسیرم عملا کوتاه‌تر میشه. خب هر یک دقیقه فکر کردن یک سیناپس مغزتون اضافه میکنه. خب و تو هندسه تعداد سیناپسایی که نیاز دارین خیلی زیاده، چون باید به ذهنتون برسه که در لحظه از چه روشی و مثلا چه خطی باید بکشین، چه جوری حل کنید سوالتون رو. پس سعی کنید تا جایی که میتونین خیلی تسل کنین و فکر کنید، بیشتر فکر کنید تا اینکه بخواید به در واقع تعداد تست اهمیت بدین. دو تا سه تا چهار تا تست فقط بهش فکر کنید. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه اثبات های هندسه است و تمرینات خود کتاب درسی رو سعی کنید که خودتون حل کنید، مخصوصا تمرینات نسبتا سنگین ترش خیلی کمک کننده است. بچه تو مرحله ادراک یادم رفت بگم خوندن کتاب درسی توی بعضی از مباحث، در واقع تو اکثر مباحث به شدت کمک کننده است. اگه درسی رو از درسنامه یا از زاویه‌تون مترجم نشدین یک نگاهی به کتاب درسی بندازین، خوب توضیح داده بعضی قسمت‌ها رو و احتمالاً خوب مشکلتون رو در واقع برطرف میشه. من خودم برای مثلا احتمال این کارو کردم و کامل مشکلم برطرف شد. پس فکر کردن تو هندسه مهمتره، زمانی که می‌ذاریم برای فکر کردنش، برای همین میگم نکزنی تعداد تست براتون خیلی مهم نباشه. کاربرد مشتق، بینسازی رو یکم جدی بگیرین چون تستای سنگینی داره، تعداد تست توش مهمه و انواع تست های مختلف رو توش سعی کنید که دنبال انواع تست باشین، چون کاربرد مشتق خیلی گسترده است و انواع مختلف تست میتونن بدن. تو جایی که میتونید سعی کنید که کاربرد مشتق رو بیشتر تست بزنید و دنبال شیوه های جدید تست باشین و خودتون حل کنید. آمار احتمال جدا گفتیم، آمار جدا
نیاز قطعی به خلاصه نویسی و مرور. آمار یک مبحث کاملا حفظیه، خب، و میتونم بگم در حد بخش گیاهی از شناسی بخش حفظیه. به شدت فراموش میشه، نمیدونم چرا، و خب سعی کنید که یک خلاصه نویسی حتما داشته باشین ازش و خیلی مرور کنید. هر یکی دو ماه یک بار حداقل یک بار آمارتون و خلاصتون رو مرور کنید. خب کسی سوالی تا اینجا داره؟ اگه داریم بپرسین که بریم. فکر کنم ریاضی تصویر تموم شد، میریم قسمت تسلط. تا اینجا اگه کسی سوالی داره بپرسین. بریم قسمت تسلط ریاضی. چجوری ریاضی مسلط بشم؟ آزمون بررسی. بچه‌ها تو مرحله تسلط باید آزمون بگیرین از خودتون. تسلط یعنی چی؟ یعنی من تقریبا به 60% به 60% رسیدم. یعنی آزمون بگیرم 60 حداقل میتونم بزنم. خب که اگه خب تستای کتاب تستتون رو بزنید میتونین دیگه 60% اصولا باید بتونین بزنید. و آزمون بررسی میتواند به صورت این، خب یک قسمتشه، میتواند به صورت نکته‌ای هم باشد. یعنی چی؟ یعنی که میتونم تایممو اگه مثلا آزمون بعدی، خب بذارین اینجوری بگم بهتون، دو هفته مثلا برای آزمون کامون وقت دارم، بعد تو دو هفته یک مبحث رو خوندم، فقط مرحله تسلیل رسیدم، نرسیدم که تست بیشتر بزنم. خب چیکار کنم که مسلط بشم؟ چون تو آزمون بعدی مبحث عوض میشه. خب توی این مرحله، توی این قسمت نکزنی میکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای ریاضی فرض کنید روزانه 1 ساعت و 20 دقیقه یا 1 ساعت و نیم تایم دارم، 1 ساعت و 20 دقیقهش میذارم، 20 دقیقهش رو میذارم برای مباحث آزمون بعدی، 10 دقیقه از مباحث آزمون قبلی، 5 تا 5 تا 2 تا 2 تا تست میذارم، یا تا مثلا 10 تا 10 تا تست میذارم که مسلط بشم، مباحث همش تو ذهنم بمونه و بهتر تثبیت بشه. ولی اگه هنوز وقت دارم برای آزمون بعدی، آزمون بررسی میرم جلو. یعنی چی؟ از خودم آزمون میگیرم زماندار، بعد بررسی میکنم. و خود آزمون خیلی مهم نیست، بررسیشه که مهمه. افزایش درصد در این مرحله با بررسی درست و تصمیم گیری صحیح انجام میشود. یعنی چی؟ یعنی که من آزمون رو گرفتم از خودم، اونا از هر منبعی، میتونه آزمونای پارسال مؤسسات باشه، میتونه کتاب فصل آزمون باشه. به سطح موج آزمون یکم فصل آزمون تو ریاضی بهتره، توی مثلا فیزیک شاید موج آزمون یکم سنگین‌تر و قوی‌تر باشه، یا مثلا میگم آزمون مثلا کنکور، کتابایی که خب آزمونی هم به صورت کلی بخوام بگم، یا آزمونی که خب میتونه حالا مثلا از کتاب نرم افزارهای آزمون ساز مثل مونتال اینا اینو گرفته بشه، خود کانون هم داره. آزمون میگیرم از خودم، یا مثلا پیش آزمون میگیرم و آزمونی که زدم چیکار میکنم؟ شروع میکنم به بررسی کردم. توی بررسیم تست خب چند دسته میشن، یا در واقع به چند موردو میفهمم. یک، باید یک سری مباحث مرور بشه، خب مرور میکنم هم بررسی. دو، یک سری مباحث هست، یک سری تست ها هستن که خیلی وقتمو دارم میگیرم. مثلا اگه من یک دقیقه وقت دارم، دارم این قسمت رو توی 5 دقیقه تستشو میزنم. دو حالت پیش میاد، یا شما تسلطت کمه باید بیشتر تست بزنی، یا تکنیکی داره، دنبال تکنیک هم بگردین. اگه تعداد تستی که زدین کافی بوده ولی هنوزم که هنوزه داره وقتتون رو میگیره اینجور تستا، بدونین که احتمالاً پاسخنامه‌اش خیلی به درد نمیخوره. پاسخنامه تستی که دارین میرین جلو حداقل به درد شما نمیخوره. دنبال روش سریعتر بگردین، از دبیرتون بپرسین، از این ور بپرسین، از مشاورتون بپرسین، از کسایی که حالا بیشتر بلدن بپرسین ببینین تکنیک خاصی داره یا نه که بشه سریعتر حلش کرد. خب پس تو این قسمت تستی که نمیتونم بزنم، که خب یاد میگیرم، سعی میکنم تست بیشتر بزنم که اون قسمت رو، یا مثلا تیک تستی جدیدی وارد خلاصه هم میکنم، نیاز به مرور دارم، مرور میکنم، و اگه تستی وقتمو میگیره یه کاری میکنم که دیگه وقتمو نگیره، دیگه تو تایم کمتر بتونم بزنم اون تستو، که مثلا تقریبا 70-80% تستای وقتگیر یک روشی، یک تکنیکی دارن که بتونین سریعتر حل کنین. اون 20% دیگه یه جوریه که شما اگه تستای کنکور مثلا اینجوری بگیم ساعت هاشون یک تعدادی حالا ساده، که مثلا ساعت اکثر درس ها نداشت، یک سری تست ها مثلا متوسط ها، اینا رو باید بتونین تو زمان کمتر بزنین. خب که بتونین اینجور تست ها، البته خب ریاضی رو دارم میگم، که اینجور تست ها اگه زمان زیادی هم ازتون گرفت، از اینا زمان بخرین برای اینا. یعنی متوسط ها یا ساده ها، اگه مثلا فرض کنید یک دقیقه تایم گذاشتین برای هر تست ریاضیتون، یا مثلا چه میدونم یک دقیقه و 10 ثانیه، هر کسی فرق میکنه دیگه، وقت گذاشتین، بعضی تست‌ها رو تو 40 ثانیه بزنین که 30 ثانیه اضافه بیاد برای تست‌های وقت‌گیرتر، که خب به شدت مهمه. یک سری قسمت‌ها هم هست تو فیزیک باز بیشتر میگیم. تو اینجا سوالی ندارین؟ تحلیل آزمون بهترین موقعش همون موقع، البته برای در واقع آزمون‌های جامع، یا آزمون‌های هر 8 درس با هم، یا هر 9 درس با همی که شما می‌زنین، و
مثلا از اون کانون میدین. خب هفته گذشته قسمت برنامه ریزی گفتم بهتون، از اون کانون میدین و تو اصلش عملا نمیرسین بررسی کنین. بهتر اینه که درس ها رو، اگه خب دو حالت پیش میاد، درس هایی که حالت اول اینه که یک سری درس ها درصد خیلی پایین بوده، گپ زیادی هست، بعضی درس ها درصد خیلی بالا بوده، اولویت رو میذارین با درس هایی که درصد پایین بوده اونا رو بررسی میکنین، بقیه رو میذارین تو هفته پخشش میکنین. یا نه تمام درس ها مثلا درصدتون با هم برابر بوده تقریبا، مثلا همه رنج 50 60 درصد یا 70 80 درصد بوده و نمیرسین همون روز جمعه بررسی کنین، از حفظی به مفهومی میان، مثلا روز جمعه مومیا رو بررسی میکنید، بعد زیست، بعد شیمی، بعد مثلا فیزیک، بعد ریاضی، که بهتر یعنی بیشتر آدم تو ذهنش میمونه که جمعه چجوری بوده آزمونش نسبت به مثلا به درس دیروز زندگی. و اما خب اگه آزمون همون لحظه خودتون از خودتون گرفتین، همون لحظه بررسیشو انجام بدین، همون لحظه خب بهترین موقعه، چون تو ذهنتون هست که چی شد که این تستو اینجوری زدین دیگه. واسه کسی سوالی نداره؟ بعد از ظهر جمعه گفتم دیگه اگه برسین خوبه، ولی عملا 90 درصد بچه‌ها نمیرسن بعد از ظهر جمعه تمام درس رو بررسی کنن. اگه برسین که خب بهترین موقع همون موقعه. فواصل زمانی مرور کردن همه دروس یکسان یا متفاوت؟ من طبق نمودار فراموشی همه دروس مباحث رو مرور میکنم. بچه این چیزی که میگین خب در عمل قابل اجرا خیلی نیست. برای اکثر درس ها شاید مثلا برای زبان یا مثلا برای ادبیات بشه اجراش کرد، ولی در عمل خب یهو مثلا مدرسه میاد امتحان میگیره، یهو مثلا میافتیم تو بازه امتحانات میان ترمتون، میافتیم تو بازه امتحانات پایان ترمتون، یهو آزمون کانون جامعه میشه، یهو نمیدونم یک سری اتفاقا میفته که باز مثلا یه هفته عقب میافتیم، تماما مروراتون به هم میریزه. خب و برای اینکه اینجوری نشین، چون الان خب تایم تابستون، تایمتون دست خودتونه، الان کامل میتونین انجامش بدین و خوبم هست، ولی خب بهتر اینه که از روش‌های مختلف مرور کردن مختص کنکور استفاده کنین، که یکی بلافاصله بعد مطالعه است که من درسو که خوندم همون لحظه تو ذهنم یک مرور یکی دو دقیقه میکنم که چجوری خوندم، یکی آخر شبه، یکی روز قبل آزمونه که مثلا هر دو هفته یک بار مرور میشه که درس هفته قبلش مرور بشه. و پیشنهاد من اینه که با آزمون‌های پیش برین که مرور بیشتر گذاشته باشن. آزمون‌های کانون اینجوریه که خودشون تو درون خودشون مرور دارن، یعنی شما مثلا الان که دارین میخونین خودشون توجه کردن به این که چقدر بعد از این تایم باید مثلا فلان درس مرور بشه. با کانون پیش برین عملا مشکلی تو فراموشی نخواهید داشت، بجز در واقع بعضی از قسمت‌ها، مخصوصا توی زوج کتابو، که زوج کتابا رو حالا روشش رو رایش رو بگم بهتون. اگه مثلا میخواین زوج کتاب ها رو، فیزیک و شیمی داره، زوج کتاب ها رو مثلا اگه میخواین تابستون 11 هم بخونید فقط البته، و از اول تا وسط سال میخواین مثلا 10 رو بخونید، هر آزمونی که 11 همش رو دادین 10 رو تو دو هفته بعدش، حالا مثلا هر روز 5 تست، خود اون آزمون رو تستاش رو به صورت پوششی بذارید. خب در مرحله گفتم تو مرحله قبلی دنبال تکنیک تستی نباشین، توی مرحله باشین، دنبال تکنیک های تستی باشین، مخصوصا در مورد تست های وقتگیر. یه تستی هست دارم تو 30 ثانیه میزنم، خب دیگه چرا باید دنبال تکنیک بگردم براش؟ ولی یه تستی هست 5 دقیقه وقت تمام میگیره، اینا رو دیگه دنبال تکنیک باشین. از دبیرهای مختلف، از افراد مختلف، تو خودتون سعی کنید ابداع کنین، سعی کنید که یک سری روش خودتون رو برای خودتون داشته باشین. خب بریم سراغ جنبندی. چرا نوشتن خلاصه چکیده اهمیت داره بچه ها؟ کسی میدونه اینو؟ چرا باید خلاصه نویسی کنیم؟ چرا باید چکیده نویسی کنیم؟ برای هر کدوم؟ کسی دیگاهی نداره؟ عجب، همه شما باید بگیم دیگه. آره؟ برای صرفه‌جویی در زمان یادگیری بلند مدت، برای جمع‌بندی خوبه و مرور. خب درسته بچه‌ها، ما از نوشتن دو تا هدف داریم. هدف اولمون یادگیریه، یعنی من وقتی که می‌نویسم، اکثر بچه‌ها اینجوریان، با نوشتن بهتر یاد می‌گیرم. خب وقتی که می‌نویسم بهتر یاد می‌گیرم. هدف دوم یک منبع برای مروره. چرا منبع برای مرور باید داشته باشم؟ به خاطر اینکه شما فرض کنید خب چند تا تایم هست باید درس رو مرور کنید، یکی تایم عیدتونه، یکی یک هفته به کنکورتونه، و یکی تایم ایام در واقع جمع‌بندی هاست که اونجا بخواییم مرور کنین، کلی منبع دارین، کتابتون هست، کتاب تستتون هست،
جزوه معلمتون هست، آزمون هایی که دادین هستن، در واقع کتاب های آزمونی هستن، همایش هایی که شرکت کرده باشین جزوه هاشون هستن و و و کلی منبع. حالا بخواین همه اینا رو مرور کنید، عملا نمیرسین و اینجا جایی که استرس و استرس که میگیرین، خب یه چیزیه که یه شوکیه که شاید تا خود کنکور همراهتون باشه. پس برای اینکه اتفاق نیفته همه رو چکیده میکنم. خب تو چی تو مرورم؟ تو یه چیزی برای مرور که دو تا حالت پیش میاد. حالت اول کاملترین منبع هم رو انتخاب میکنم، مثلا جزء دبیر هم میگم مثلا کاملتر از بقیه منابع، اگه چیزی دیدم اضافه بود به این وارد میکنم. خب که برای تایمایی که برای بچه که خیلی وقت ندارن و عملا کندن تو تستنی و خیلی وقتشون رو میگیره، نمیرسن کار رو انجام بدن که خودشون بنویسن، خوبه. حالت دوم هم اینه که خودم میشینم مینویسم و با زبان خودم تا جایی که میتونم یه چکیده خوب مینویسم. پس برای یک منبع با هدف دوم باید چکیده بنویسم. چکیده فرقش با خلاصه چیه؟ چکیده در واقع همه چیز رو تو خودش داره ولی توضیح اضافه نداده. خلاصه همه چیز رو تو خودش نداره، صرفا کلیات رو داره، یک نقشه کلیه. ولی چکیده چیزیه که همه چیز رو تو خودش داره، ولی یه چیزی جوریه که دیگه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بشه مرورش کرد. خلاصه نویسی یا چکیده نویسی که تفاوتشو گفتم بهتون، خلاصه برای مرحله ادراک چکیده نویسی بعد از تسلط. اگه بچه هایی که خب کلن قوی هم، بچه ها اگه شنیدین هستن رتبه برترهایی که همون مرحله ادراکشون شروع کردن چکیده نویسی و خلاصه رو نوشتن، خب اونو قوی بودن، یعنی تونستن، پایشون قوی بوده، همون لحظه که دقیق بهشون درس رو داده به مرحله مثلا 60-70% رسیدن. اگه میرسین اشکال نداره، همون اولا هم میتونین بنویسین انجامش بدین، ولی قبل 60% ننویسین به دو دلیل. یکی اینکه ممکن ناقص باشه چکیدتون، بعدا اعتماد نمی کنید برای مرور کردن بهش. فرض کنید مثلا 4 روز مونده به کنکور میخواین ریاضی رو مرور کنید، بعد نگاه میکنید، بعد میگی خب من زمانی که اینو نوشتم اونقدر مسلط نبودم، ممکن اشتباه نوشته باشم، ممکنه که یه چیزی رو ناقص نوشته باشم، و خب استرس میگیرین دوباره. سعی کنید که مسلط باشین برای نوشتنش. و خلاصه نویسی گفتم مرحله ادراک میتونه انجام بشه. خب از چه برگه هایی و به چه شکلی استفاده کنیم؟ بعضی بچه ها هستن برای خلاصه نویسیشون برگه های کوچیک کوچیک دارن، تو همونا می نویسن. خیلی اینو پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینکه بچه ها بالاخره اون منبعی که شما ایجاد میکنین برای مرور کردن قراره یک روزی ازش استفاده کنین. خب و حالا فرض کنین سر جلسه کنکوره، من یه تستی دیدم میخوام حلش کنم، بعد ذهنم میخواد بگرده بین برگه های مختلف و جواب تست رو پیدا کنه. حالا فرض کنین دو حالت میگم بهتون، من تمام مباحث رو همون چیزا رو نیستم، همون چیزا رو تمام مباحث رو توی مثلا 40 برگه بزرگ نوشته باشم، A4 مثلا، یا اینکه مثلا توی 200 برگه کوچیک، 200 مثلا از این نوتا، کدومی که مغزم سریع تر پیدا میکنه؟ توی 40 برگه یا 200 برگه؟ همونه ها، همون مباحث، ولی خب مثلا فرض کنید حالا 40 برگه بزرگ که مثلا 200 برگه کوچیک کوچیک، قطعا 40 برگه. پس برای مرور کردن از برگه های بزرگ استفاده کنین. خب و تا جایی که میتونین خلاصتون رو یه جوری بنویسین که جا بشه، مثلا تو 1 برگه 2 برگه 3 برگه، تعداد برگه ها تو چکیده نویسی تا جایی که میتونین کمتر بشه بهتره، ولی جوری هم نباشه باز مثلا یه جوری بنویسین که از سر تا هشت بزنین که تو 1 برگه جا بشه. اگه بیشتر شد اشکالی نداره، ولی تو برگه بزرگ ریز کوچیک بنویسین که بتونین حجم بیشتری رو تو هر برگه جا بدین که حافظه بصریتون بهتر بشه ازش استفاده کرده باشین. خب چه قسمت هایی داشته باشه؟ اول توضیحات. چکیده یعنی که خیلی توضیح نمیدم دیگه، با این دیدگاه میرم جلو که من اینو بلدم. مثلا برای یه چیزی هم واسه شما همینجا بگم بهتون، یه جوری بنویسینش که اگه دادینش به دوستتون بفهمه چی نوشتین. خب ولی در کوتاه ترین جملات ممکن، در کمترین حجم ممکن، شماره بندی شده تا جایی که میتونین بچه‌ها خلاصتون عدد داشته باشه. مثلا نکات چه میدونم مثلثات 1 2 3 4 5 مثلا 5 تا 5 تا بنویسین نکاتو،
و مرتب و کامل. مرتب بودنش برای که بعدا دیگه یک حس خوبی بهتون دست بده برای مرور کردنش دیگه. تستای مهم من میخوام حالا مثلا خلاصه رو نوشتم، تستای مهم رو چیکارش کنم؟ بنویسم ننویسم؟ خب وقت میگیره نوشتنش، باز ننویسم ناقص میشه. دو تا حالت پیش میاد. حالت اول اینه که تست رو از کتاب میخوایم وارد کنید از آزمون. خب اگه از کتاب میخوایم وارد کنید، مثلا می نویسین کتاب خیلی سبز 21 و 32 مثلا. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید اینجا حالا من توضیح دادم، اینجا می نویسم این دو تا تستم برای این قسمت خوبه. خب تست های مادر رو سعی میکنم انتخاب کنم. تست های مادر تست هایی هم که بیشترین در واقع نکات رو تو خودشون جای دادن، و اگه تستی نکته خاصی داشت که توی اینجا جا نشد، یه دونه علامت اینجوری هم میزنم که این تست، حالا نکاتی که بالاش نوشتم، نکته ای که این تست داره اینا رو در بر نمیگیره، این خودش نکته خودشو داره، روش حل خودشو داره. خب اما اگه آزمون بود دیگه مجبور این تست رو بنویسین، تست رو با جوابش بنویسین دیگه. چون اینجا بنویسم مثلا آزمون چه میدونم 17 مهر کانون، بعد مثلا چه میدونم اردیبهشت میخوام مرورش کنم دیگه، آزمون 17 مهر رو از کجا پیدا کنم؟ یعنی یه حالتی که اگرم پیدا کنم خود وقت میگیره که بخوام برم مثلا باز برای یه دونه تست برم آزمونامو پیدا کنم بیارم باز مثلا ورق بزنم پیدا کنم، وقت گیره دیگه. سعی کنید همون خود تست رو اون موقع بنویسید. اشتباهاتتون رو حتما بنویسید. من خودم علامت همین بود، یک همچین علامتی میزدم و اشتباهات هم مینوشتم. جای خالی برای نکات اضافه بذارین. بچه ها اینجوری نباشه، اگه مثلا تابع رو خواستین خلاصه نویسی کنین این صفحتون باشه. خب بعد مثلا فرض حالا یه چیزی هم همینجا بگم بهتون، یک حالا چیزی که میتونه کمکتون کنه اینه که صفحه رو به سه قسمت تقسیم کنین. اینجا مثلا موضوع بنویسین، از اینجا شروع کنین بنویسین، چون اینجا مثلا تیتر رو میزنین تا اینجا باشه، اینجا تا اینجا صفحتون قابل استفاده نیست دیگه. ولی اگه این کارو کرده باشین، به سه قسمت برای چهارتون رو تقسیم کرده باشین، از کل صفحه میتونین استفاده کنین. خب حالا فرض کنین که تابع هم مثلا تا اینجا تموم شده، از اینجا شروع نکنین مثلثاتو نوشتن، از در واقع وسط صفحه شروع نکنین، یک برگه جدا بردارین. به خاطر اینکه اگه یک روزی یک تست اضافه، یک چه میدونم نکته اضافه از تابع بود، انتهای خود تابع اضافه بتونین بکنین. سوال پرسیدن که تو دفترچه باید که بیرون هستی بتونی از تایمت برای مرور استفاده کنید. اگه خیلی بیرون میریم خب کنکور اصولا نباید خیلی بیرون بره دیگه، ولی برای مرور کردن بیرون خیلی برای ریاضی پیشنهاد نمیشه. بهترینه که خب لغت ادبیات، چون گفتم بهتون ریاضی چیزیه که باید حجمی خونده، در واقع مرورش حجمی باید باشه، و بهترینه که بقیه درس‌ها رو برای مرور کردن انتخاب کنید، مثلا ادبیات، مثل در واقع کل عمومی ها، زیست و حفظیات شیمی. ریاضی فیزیک بهترینه که تایم جدا بذارین، در واقع توی یک تایم خلوت و آرومی باشه مرور کردنتون، جایی باشه که خود خونه این و میخواید مرور کنید. خب اما نکاتی برای بهتر کردن چکیدی نویسی، از رنگ های مختلف استفاده کنید. بچه ها دو تا حالت پیش میاد، یا اینکه این در واقع تیترتون با توضیحاتتون با تستاتون رنگش فرق میکنه، یا اینکه این کارو میکنید مثلا فرض کنید حالا به همون شکلی که بهتون گفتم برگتون سه قسمته، بعد از اینجا تا اینجا رو رنگ سبز مینویسین، از اینجا تا اینجا رو با رنگ دیگه مینویسین، از اینجا تا اینجا رو با رنگ دیگه مینویسین، مثلا از اینجا تا اینجا رو با رنگ دیگه. خب این کمک میکنه که اگه بعداً خواستین مرور کنین حافظه بصریتون بهتر نشسته و عملا تو ذهنتون بخش بندی میشه قسمت های مختلف. این خب یه چیزیه که میتونه استفاده بشه. بین بخش ها خط بکشین، اینجا خط بکشین بچه ها، بین بخش های مختلف خط بکشین، به خاطر اینکه یعنی جو نباشه خیلی تو هم بنویسین، که تو ذهنتون قشنگ پارتیشن بندی بشه تا جایی که ممکنه با زبان خودتون باشه. خب این در شرایطیه که اون حالت اول انتخاب نکردین دیگه، یک منبع کامل انتخاب کنید و بقیه منابع واردش کنید، زمانی که خودتون میخواین چکیده نویسی کنید. تا نسبتا مسلط نشده این چکیده نویسی را شروع نکنید. خلاصه نویسی فرق میکنه، گفتیم خلاصه نویسی میتونی انجام بدین. خب بریم سراغ فیزیک. دوباره مرحله ادراک یادگیری رو یک مروری بکنیم. اینا رو گفتیم برای ریاضی، گفتیم مرحله ادراک بار اول، تثبیت، تسلط، جمع‌بندی هم گفتیم. تو مرحله جمع‌بندی یک منبعی میسازیم برای مرور کردن. بچه ها قسمت مرور هم همینجا توضیح بدم، سه تا حالت پیش میاد. یا تایم هم کمه، که اینو هفته قبلم توضیح داده بودم، یا تایم هم متوسطه،
یه تایم هم زیاده. خب سه تا کار مختلف، سه تا چیز مختلف هم هست، یکی خلاصه، یکی تست ها، یکی آزمون. خب تو تایم کم فقط خلاصه رو مرور میکنم، حتی اون تستایی رو هم که شمارش رو زده بودم مثلا خیلی سر از 21 و 36 فلان، اونا رو هم حتی نمیرسم بخونم، فقط خلاصه ها. البته خب به اضافه اون تستایی که اون علامت خاص خودشون رو داشتن که نکتهشون اضافه بود. اگه تایم من متوسط بود خلاصه و تستایی که اونجا نوشتم رو میرم مرور میکنم، تایم هم زیاد بود اول آزمون میگیرم بعد اینا رو مرور میکنم. خب بریم فیزیک بچه ها. برای فیزیک اصلا خب قبل از اینکه بریم تا اینجا در مورد ریاضی اگه کسی سوالی داره بپرسیم. کسی سوال نداره؟ بچه هایی که بیدارن یک بفرستین، عدد یک رو بفرستین. دیم چند نفر بیدارن اینجا؟ عجب چقدر کم. خب عجب بچه ها کنم پنج نفر میدارم. بریم سراغ فیزیک. ادراک فیزیک، نکاتی که در مورد ادراک ریاضی رو گفتیم اینجا هم هست، ولی چند مورد اضافه تر میخوام بهتون بگم. یکی این که فیزیک رو در جهان پیرامونتون ببینین. خب خیلی کمک میکنه اگه مثلا گرانش رو یاد گرفتین، وزن لباستون رو حتی حس کنین، اگه دارین نفس میکشین فصل فشار رو تو ذهنتون بیارین، اگه یک چایی گذاشتین داری میجوشه فصل گرما رو حسش کنین، اگه دارین راه میرین دینامیک و حرکت رو سعی کنید درکش کنین، اگه یک چراغی روشن کردین سعی کنین که مقاومت الکتریکیش رو درک کنین، اگه چه میدونم مثلا آهنربایی دارین سعی کنین که قسمت مغناطیسش رو درک کنین، اگه کولر خونتون روشنه سعی کنین ارتباط بین مغناطیس و الکتریسیته رو درکش کنین، اگه در واقع یک جایی مثلا بغل دریایی یا مثلا جایی یک موجی دیدین، یا مثلا حالا چه می‌دونم یک لیوان آب دستتون، یک چای دستتونه، احساس کردین یک موجی داخلش داره حرکت میکنه، پس نوسان رو ببینین. سعی کنید در جهان خارج ببینین. تا زمانی که فیزیک نمود عینی پیدا میکنه وارد جهان خارج میشه، اینجا جاییه که درکتون عمیق‌تر میشه ازش. از رها کردن چند ثانیه‌ای ذهن استفاده کنید، تکنیک خیلی قشنگیه بچه‌ها، خیلیام نمی‌دونن چیه. بذارین دوباره برگردیم به مغز. بچه ها فکر کنین که این مغز شماست. خب و مغز شما میخواد مثلا یک مبحثی رو درکش کنه، مثلا درک مبحث اینجاست. بعد اینجا ما قسمت های مختلفی داریم، مانع های مختلفی داریم. احتمالا از این بازی ها دیده باشین که یک توپی از اینجا وارد میشه با سرعت میاد تا اینکه مثلا این یک جایزه اینجا پیدا میکنه. حالا فرض کنید شما توی حالتی که الان هستین، خودآگاه ناخودآگاه و خودآگاهتون به شکلیه که اینقدر دایره هست. خب حالا من یک حالت دیگر رو رسم می‌کنم، این جایزه دوباره اینجاست، تعداد توپایی که هستن این شکلی هم و این وارد میشه. تو کدوم حالت پیدا کردن این نقطه که اینجا کشیدم راحت تره برای مغز؟ کدوم حالت، بالایی یا پایینی؟ حالت دو نوشتن درسته. این خب وقتی که این توپی که میاد اینجا احتمالا همین ضربه اول نه دوم به میخوره، ولی اینجا کلی بین این توپای مختلف باید حرکت کنه تا اینکه بخواد اینو پیدا کنه. پس یه چند ثانیه بچه ها بین درس ها اگه چیزی رو متوجه نشدین ذهنتون رو رها کنین. خب میتونین از جاتون بلند شین، یه جای راحت بشینین و یک چند ثانیه به سقف نگاه کنین، چشاتون رو ببندین، چند تا نفس عمیق بکشین. خب یا اینکه مثلا فرض کنید، حالا احتمالا شنیده باشین که بیشترین اختراعات توی سرویس بهداشتی یا توی حمام انجام میشه، توی زمانی که آدم داره دوش میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن توی این حالته. خب سعی کنید که اگه مبحثی رو متوجه نشدین یه چند ثانیه، یه چند دقیقه به ذهنتون استراحت بدین، بعد دوباره برگردین. احتمال اینکه به ذهنتون برسه خیلی زیاده، چون انگاری که از خودآگاه سپردیم به ناخودآگاه و ناخودآگاه عملا جواب پیدا میکنه و میفهمه. پس این دو مورد اول برای تثبیت فیزیک. بچه ها روش هایی که گفتم، روش های ریاضی برای فیزیک هم کاربردیه. حالا اگه نبودین ریاضی رو هم یک در واقع قسمت هایی که گفتم رو نگاهی بندازین که یاد بگیرین که گفتم رو چجوری باید خونده بشه. تو مرحله تثبیت تیپ بندی کردن رو من توی ریاضی گفتم، ولی کلا تو فیزیک
به شدت تیپ بندی کردن تستا موثره و موثرتر از ریاضی، چون ریاضی یه کم تستایی که میتونن بدن گسترده تر بازش، ولی فیزیک عملا تیپ تستی ها مشخصن و اگه تیپ های تستی تو ذهنتون بهتر بشینه خیلی میتونه توی در واقع بازدهیتون موثر باشه، که میتونه یک برگه برای خودتون بردارین، خب به سه قسمت تقسیم کنین: داده، داده سوال، خواسته سوال، روش حل. تست های مختلف رو برای خودتون بنویسید، مثلا داده ها این بود، خواسته این بود، اینجوری حل میشه، داده این بود، خواسته این بود، اینجوری حل میشه. خیلی موثره، خیلی موثره. اگه سرعت تستتون کمه، از منابع با تست متوسط و موثر استفاده کنید. یعنی اگه مثلا فرض کنید اونقدر سریع نیستین تو تست، اونقدر مسلط نیستین، یه کتابی بر ندارین که برای یه فصل خاصی 600 700 تا تست داره، نمیرسیم بزنید عملا. سعی کنید از یک منبعی با تعداد تست کمتر استفاده کنید که خب تستاش عملا موثر هم باشه، تستای کنکور، سنجش، تستای آزمون‌های معتبر تو خودش داشته باشه. اعداد مهم و ضرایبشون رو به خاطر بسپارید، مخصوصا 13 و 6 دهم ضریب در واقع اجباری جیبه، یا در واقع اعدادی مثلا مثل 22 و 14 هم توی شیمی هم کاربرد داره، یا توی فیزیک اتمی باز چند تا عدد میخونین که اونها مثلا هم 13 و 16 هم البته اونجا هم هست، تقسیم بر 4 و 9 و تقسیم بر 16ش، یا در واقع سری بالمر و ایمان اینا رو باید بلد باشین. و اینکه اعداد مهم، چگالی های مهم، اعدادی که کمک میکنن توی حل تستاتون سعی کنید بلد باشین، یا مثلا توی در واقع فصل 3 12متون سینوس های مثلا اعداد مختلف رو بلد باشین، اینا خیلی کمک کننده است. خب این چیزی که فرمودین که موقع تست به مشکل میخورم، این یکیش همون تیپ بندی تستیه که سوال پرسیدن، خواستین حالا برگردین نگاه کنین فیلم همین جلسه رو، توی در واقع استفاده کاربردی من یه توضیحاتی دادم، البته خب یک جلسه کامل در مورد استفاده کاربردی توضیح خواهیم داد، ولی شب موردش رو گفتم اونجا که دیگه دوباره تکرار نکن. خب بچه ها فیزیک رو درک کنین نه حفظ. سه قسمت داره که باید درک بشه تو قسمت تسلطتون. یکی کمیت ها، ولتاژ چیه، چه میدونم جریان چیه، میدان الکتریکی چیه، میدان مغناطیسی چیه، اینا رو درکشون کنید که اصلا یعنی چی این کمیت، و حسش کنید، ببینیدش و بفهمید که اصلا این کلمه که گفته مخصوصا در جهان پیرامونتون ببینیدش. خب یکاها، یک ولت یعنی چی، یک الکترون ولت یعنی چی، یک چه میدونم سال نوری یعنی چی، یک کولون چقدر باره، چقدر بار تو خودش داره، چند تا الکترون تو خودش داره، یک سانتی متر جیوه چقدر فشاره، وقتی که میگیم اینقدر سانتی متر جیوه اینقدر فشار آبی یعنی چی، یا مثلا با هم دیگه تصورشون کنین، درکشون کنین، خیلی تو تستا کمکتون میکنه. و فرمول ها، فرمول ها رو هم درکشون کنین. یک مورد، یک مثال بگم براتون بچه ها، من وقتی که میخوام تو فیزیک یک فرمولی رو، در واقع یک کمیت جدید رو، معمولا وقتی که میخوان تعریف کنن یک کاری میکنن، میان یک همچین فرمولی میذارن. هر جا همچین فرمولی دیدین به جز حالا یکی دو جا مخصوصا قانون بدونین که یک کمیتی اینجا اومده تعریف شده و اون کمیت اینه. چجوری تعریفش کردن؟ اینو اومدن معدود کردن به چی؟ به این، به ازای یک واحد از این چقدر اینه. خب مثلا فرض کنین میگه که جابجایی که من دارم، خب اگه بخوام محدودش کنم میگم خب من اینقدر رفتم، هر ثانیه تو چقدر میرفتی؟ وقتی محدود میشه به ثانیه، به یک ثانیه، وقتی تو مخرج میاد زمان قرار میگیری میشه سرعتم. یا من میگم که مثلا این جسم من اینقدر جرم داره، مثلا آهن 10 کیلویی داریم، 100 کیلویی داریم، اگه بیام محدودش کنم به حجم، بگم حالا توی یک متر مکعب چند کیلوگرم آهن داری، اینجا یعنی چی؟ یعنی جرمم محدود میشه به وزن، به حجم، اینجاست که چی رو تعریف کردم، چگالی. یا مثلا میام یه جایی میگم که خب من نیرو دارم وارد میکنم به زمین، این در واقع قلم من نیرو وارد داره میکنه به این تخته، یا خودکار شما نیرو داره وارد میکنه به کاغذتون، این نیرو در هر در سطح من چقدره؟ یعنی مثلا نیرویی که داری وارد می‌کنی در واحد صد اگه بخوای محدودش کنی در مثلا یک متر مکعب چقدر داری وارد می‌کنی،
یعنی اگه در واقع نیرو رو بیارم، نیروی عمود رو محدودش کنم به سطح، اینجاست که فشار تعریف میشه. خب یا مثلا فرض کنید میگم که یک سیمی دارم، خب میگم که خب یک باری داره عبور میکنه، میگم که این باری که از اینجا داره عبور میکنه در یک ثانیه چقدر عبور میکنه، یعنی در واقع بار عبوری من در یک ثانیه، اینجاست که جریان تعریف میشه. خب پس سعی کنید فرمول ها رو درکشون کنید که اصلا چی شد که این مفهوم اینجا آورده شد. خب یک تست از کنکور ببینیم با هم دیگه، ببینیم چجوری میشه زدش. گفته جرم فضانوردی 80 کیلوگرمه. خب همینجا میتونم بفهمم که خب چقدر سطح زمین بهش نیرو وارد میشه؟ 800 نیوتن. اگر شتاب گرانش در سطح زمین اینقدر و شعاع متوسط کره زمین 6400 کیلومتر باشد، وزن این فضانورد وقتی داخل سفینه ای است که در ارتفاع 6000 کیلومتری سطح زمین، یعنی دو برابر شد شعاع، هم چند نیوتن است؟ همینجا میتونم درکش کنم که اگه 800، 800 خودشو نداره، خب صفر هم که قطعا نیست، بین این دوتا تقریبا یک چهارم میشه دیگه، چون شعاع که دو برابر بشه خب در واقع نیرو یک چهارم میشه. میگم همینجا گزینه 3 رو میزنم دیگه، نیازی به این که بشینم محاسبه کنم برای خودم، عدد تو عدد ضرب کنم، تقسیم کنم، نمیدونم فلان کنم، واقعا نیست. این 9/8 اینجا واقعا نیاز ندارم، اینجا این 6400 واقعا دیگه نیازی ندارم بهش. خب فقط این 80 رو میخوام، من که میگم خب دو برابر شد دیگه. پس تستای در واقع حتی خود کنکور خیلی وقتا هست که صرفا شما یک دیدی داشته باشه نسبت به اعداد، نسبت به کمیت ها، نسبت به در واقع فاصله گزینه ها، به شدت کمکتون میکنه. یا مثلا این یکی گفته نوسانگر ساده ای روی پاره خطی به طول 4 سانتی متر نوسان میکنه. یعنی چی؟ مثلا اگه تو پاره خط من باشه، بچه خیلی نیازی نیست که اینو بلد باشین، چون بعدا میخونینش، فقط میخوام یک درکی بهتون بگم چجوری درکش کنین. این فرض کنید 4 سانتی متر میاد میره، در هر ثانیه یک بار طول این پاره خط را طی میکنه، یعنی یک بار تو یک ثانیه حرکت میکنه. بیشینه سرعت این نوسانگر چند سانتی متر بر ثانیه است؟ خب چند سانتی متر بر ثانیه یعنی که گفته بیشینه. حالا من حدودی اینجا بخوام بگیرم، میگم در یک ثانیه 4 سانتی متر حدودا رفته. خب یعنی حدوداً 4 سانتی متر در ثانیه است. حالا بیشینش بیشتر از 4 دیگه. پس گزینه 4 که عملاً کمتر از 1 و گزینه 2 و گزینه 1 همینجوری رد میشن. دیگه اینجا نیازی نیست که بخوام حالا به دستی آوردم 4 رو زرد فلان کنم، باز دقت کنم به کمیت ها، همینجا رد میشن و بین 3 و 4 حالا میام انتخاب میکنم. خب پس حواستون باشه که یک درکی نسبت به فیزیک اگه داشته باشین، یا دو تا گزینه، سه تا گزینه رد میشه، یا سه تا گزینه رد میشه، گزینه جواب میرسید، یا اینکه محاسباتتون سریعتر میشه و دیگه مثلا اونایی که 400م رو داره، 4م تو خودش داره، اون 400م دیگه با درکتون رد میشه دیگه، خیلی دنبال صفر نمیگردید. خب برای تسلط بهتر فیزیک، برای تسلط این بچه‌ها، علاوه بر نکاتی که برای ریاضی گفتیم، یکی اینکه از تستای سخت نترسیم، دنبال ایده های جدید طراحی تست باشین. این اینجوری نباشه که این تست خیلی سخته تو کنکور نمیاد، مثلا بگم مثلا اینا رو نمیزنم فلان. دنبال تست سخت باشین، دنبال ایده های جدید طراحی باشین و خیلی نترسین که تست سخت بخواید بزنید، اون فوقش فکر می‌کنید به حل نمیشه دیگه. بهترین چیزی که سر جلسه کنکور با این تستا روبرو بشین، خودتون تست طراحی کنید. برای هر فصلتون فقط 4 تا تست طراحی کنین کافیه. 4 تا تست بهتون قول میدم با همون 4 تا تست تسلطتون چندین برابر میشه. در کنکورها دنبال تستای یک فصل خاص بگردید. این یک تکنیکیه که خب من یه زمانی خب فیزیک درس میدادم و یک زمانی این کارو کردم و به شدت مسلط تر شدم و اینو فهمیدم، یعنی اونجا بود که فهمیدم که چجوریه. مثلا میخواستم برای یک فصل خاصی تستای کنکورش رو جدا کنم، میرفتم تمام تستای در تمام کنکور رو دانلود کرده بودم، دونه دونه تو کنکور رو میگشتم، تستای اون فصل رو در میوردم. خب و همین به شدت مسلط هم کرد، چون به محض اینکه تست رو میدیدم میفهمیدم. یکی از چیزایی که خیلی تو کنکور مهمه اینه که شما به محض اینکه تست رو ببینین بفهمین تست از کدوم فصل، از کدوم مبحث اومده. خب چند جا هست که قاطی میشه، یکیش کار انرژی با دینامیک تو فیزیک قاطی میشه، یکی هم تستای مسائل محاسبات شیمی خیلی با هم دیگه قاطی میشن. احتمالاً که گفتم مثلا تو ریاضی بهتون،
و اگه این کارو بکنین، برین توی کنکورهای مختلف، نه اینکه برین مثلا تستای کنکور جدا از یه فصلی نگاه کنین و کنکور مثلا یه کتاب کنکور بردارین، مثلا کتاب دوردینه در 4 ساعت کاج یا کتاب زرد کن، فرقی نمیکنه چاپ سالهای قبلا باشه، بازم فرقی نمیکنه. مثلا فصل الکسیر ساکن رو یاد گرفتیم، برین دونه بدون کنکور رو ورق بزنید، تستای ساکنش رو پیدا کنید، اگه دوست داشتین بزنید، فقط پیدا کردنش مسلطتون میکنه، یه چیزی که به شدت روی تسلطتون اثر میذاره. و ترکیب ذهنی قسمت ها و فصل های مختلف با هم تو ذهنتون بچه ها یکم سعی کنید ترکیب کنید قسمت ها رو با هم دیگه، مثلا ساکن رو با مغناطیس، مثلا کارونی دینامیک رو کلا با هم دیگه، یعنی حرکت و بخشید مکانیک رو با هم دیگه، حرکت و دینامیک و کار و انرژی و نوسان، مثلا فشار و گرما و ترمودینامیک تو بچه ریاضی، مثلا در واقع گفتم پس 1 و 3 یازدهمتون ترکیب کردن به شدت، همینجوری که توی زیست شناسی تست ترکیبی میارن، تو فیزیک هم تست ترکیبی البته میارن، ولی خب به صورت کلی ترکیب کردن متأسفانه هم اثر میذاره، حتی اگرم نرم که البته خب دیگه نگه تستشون. و یک فصل فصل هم بخوایم سه پیشنهاد بدیم بچه ها، کار و انرژی یک درکی در مورد انرژی و نیرو و تفاوت این دوتا با همدیگه داشته باشین، به شدت کمکتون میکنه. تو فصل فشار، فشار فصلیه که به شدت یکی روی اعداد باید مسلط باشین، و دوم تکنیک ها، تکنیکیه فصل فشار و به همچنین گرما. خب برای ریفلکس ساکن تعداد تسته که به شدت مهمه، برای ریفلکس جاری یک قسمت تکنیکه، یک قسمت مفهومه مخصوصا قسمت توان، و یک قسمت تعداد تست. هر ستاشو باید داشته باشین، قسمت های مختلف شده فرق. برای حرکت شناسی به شدت طبقه بندی و تیپ بندی موثره و تعداد تست. برای دینامیک مفهوم، حالا مفهوم بهتون میگم یعنی چی. برای فصلی که می‌نویسم مفهوم، یه دیگه 2 ساعتی باید بذارین دیگه، تست و نمیدونم کتاب اینا رو بذارین کنار، فقط فکر کنین، فقط به مبحث فکر کنین و سعی کنین خودتون برای خودتون توضیح بدین و درکش کنید. اینجاست که برای بعضی فصل به شدت موثره. نوسان بچه ها فصلیه که قبلا چندین فصل، یک فصل ما موج مکانیکی داشتیم، یک فصل نوسان داشتیم، یک فصل صوت داشتیم، یک فصل الکترومغناطیس داشتیم و یک فصل آینه عدسی داشتیم و شکست موج، که این فصل رو همه رو دو هم دیگه ترکیب کردن شده فصل 3 12 و حجمن زیاد. البته خب از هر فصل چیزی هم زدم، اگه بخواین اینو یک فصل ببینینش عملا نمیتونین نتیجه بگیرین، اینو به صورت 5 تا فصل یا 4 تا فصل ببینین، تیکه تیکه کنید و در واقع قسمت قسمت بخونیدش. فیزیک اتمی قسمتی که خیلی کاری نداره و میشه یاد گرفت، فقط سعی کنین که خیلی عقب نندازین، مثلا قبل عید هم یک نگاهی بهش بندازین میتونین بذارین. خب تا اینجا تقریبا مباحث شیوه مطالعه فیزیک و ریاضی تموم، بریم سراغ سوالا. کسی اگه سوالی داره بپرسین. ویدیو کلا که داخل اپلیکیشن قرار میگیره از حسن آقا بپرسید، من خیلی خبر ندارم اینو، واقعیتش خودشون میذارن. با ویدیو چطور کنار بیایم؟ فکر کنم آخر اومدیم، من هم اول در مورد ریاضی توضیح دادم، فیلم ها رو باید ویدیوی کانال، ویدیوی در واقع مشاوره رو میگین یا ویدیو تدریس، تدریسی که میخوام ببینین، ما ویدیو آموزشی، ویدیو آموزشی رو اول توضیح دادم تو قسمت ریاضی، اون رو ببینید. باز اگه سوالی مشکلی داشتین بپرسین، و جلسه بعدی هم اول جلسه من یک تایم میذارم برای حل سوالاتتون. بله خب، کسی اگه سوالی نداره که دیگه جلسه تموم. بچه‌ها خسته نباشین، شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که استفاده کرده باشین، و سعی کردم همه چیز رو واقعا بهتون بگم، یعنی چیزی نبود که من بگم مثلا برای دانش آموزای خودم جدا گفتم و برای شما گفته نشده. سعی میکنیم که باز تو جلسه بعدی احتمالا قسمت تلاش رو بگیم، البته خب تلاش قسمتیه که چیزی که شاید یکی 2 ساعت زیاد باشه براش، چون کلا 10 15 تا تکنیک بیشتر نداره. اونا رو که تموم کردیم
باز یک قسمت دیگر رو هم احتمالا میذاریم، شاید مثلا شیمو تالا یکی از درس ها رو هم در کنارش بگیم. خب برای زیست شناسی یک جلسه کامل برای جلسه کامل احتمالا میخواییم. باشه شد یک جلسه خواهیم گذاشت. البته خب ما تو کانال نظرسنجی گذاشتیم که چجوری بچه ها بخونن، یعنی در نیازتون چی باشه. چی مطالعه زیست هم بود که رای نیو برد، ولی اگر رای بیاره خلاصا ما میذاریم. رای ارتباطی کانال هست، از کانال میتونیم باز به مؤسسه پیام بدیم، من جوابتون رو خواهم داد، نگران نباشین. قطعا این رو میذاریم و میتونیم به در واقع تو من کانالم بزنیم. برگردیم اینجا، من تو اینجا تو کانال یک آیدی گذاشتیم، آیدی پشتیبانی مؤسسه، از اونجا خب سوالاتتون برای من فرستاده میشه و جواب خواهیم داد. خسته نباشید.